بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان من لا یعتدی علی اهل مملکته، سبحان من لا یأخذ اهل الارض بالوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحیم. اللهم اجعل لي في قلبي نورا و بصرا و فهما و علما انک علی کل شیء قدیر. کبیر آینه ها را کشیده در آغوش، چقدر چشم نشسته است در دلش خاموش. دوباره رقص کنن گرد باد می آید، کبیر دختر کولی گرفته در آغوش. کبیر درس وفا داده است دریا را، که می کشد تن بی جان رود را بر دوش. چه حکمتی است در این سرزمین سرمستی، که از میان بیابان قدیر خم زد جوش. هنوز از دل خشکیده بیابان ها صدای العطش عشق می رسد بر گوش. جناب سید حمیدرضا برقی، عرض ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان بزرگوارانی که زحمت کشیدن و تشریف آوردن به این برنامه، و خیلی ممنون میگم خدمت اساتید بزرگوارم جناب دکتر ناصر مهدوی و جناب استاد عبدالجبار کاکایی. خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. قبل از هر چیز سپاسگزاری میکنم از پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که با همکاری انجمن ما، انجمن اندیشه و قلم، این نشست رو برگزار کردن، و از رسانه‌های عزیز که این برنامه رو پوشش دادن و پوشش خواهند داد نهایت سپاسگزاری رو دارن. قبل از شروع بحث به معرفی انجمن می‌پردازم خیلی کوتاه. سازمان مردم نهاد اندیشه و قلم از فروردین 95 با هسته اولیه متشکل از جمعی از روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌ای و فارغ التحصیلان دانشگاهی شکل گرفت. در طول 3 ماه اول گذشته از آغاز کار خود، یعنی فروردین، اردیبهشت و خرداد 95، توانسته از ضمن اقدام برای ثبت، تدوین اساسنامه و اخذ مجوز فعالیت به شکل‌دهی سازمانی خود، عضوگیری از میان علاقمندان اهالی اندیشه و قلم و برگزاری برخی نشست‌های عمومی با اعلام رسانه‌ای اقدام نماید. اهداف این انجمن به صورت کلی به شکل زیر تدوین شده است: 1. توسعه و تعمیق فرهنگ تفکر، تضارب آرا و گفتگو میان اعضا و جامعه. پرداختن به موضوعات کاربردی عرصه‌های مختلف فرهنگی و فکری و ارائه راهکارهای کارشناسی و عملیاتی جهت تأمین نیازهای جامعه. 2. توانمندسازی نیروهای آرمانگرا برای افزایش اثرگذاری در عرصه‌های مرتبط اعضا، ارتقای دانش و بینش اعضا جهت ورود به مسائل فکری. 3. عمق بخشیدن به فضای فکری جامعه و همچنین فضای حاکم بر رسانه‌ها از رهگذر توانمندسازی نیروهای آرمانگرای حوزوی، دانشگاهی و رسانه‌ای به منظور اثرگذاری بیشتر در حوزه‌های مرتبط اعضا. 4. برقراری پل ارتباطی میان نخبگان حوزوی و دانشگاهی با رسانه‌ها و از این رهگذر با جامعه به منظور شکستن انحصار فکری و اندیشه‌ای و معرفی چهره‌های ممتاز و کمتر شناخته شده حوزوی و دانشگاهی. به طور کلی انجمن اندیشه و قلم شامل گروه‌های تخصصی میشه که هر کدومش کارگروه‌ها برنامه‌های بسیار خوبی رو در سطح تهران و ایران انجام دادن، از جمله گروه تاریخ، گروه اندیشه، گروه فقه و حقوق، گروه بین‌الملل، گروه جامعه شناسی، گروه مطالعه دفاعی و امنیت ملی و گروه هنر. درباره سلسله نشست‌های 100 سال ادبیات ایران، ادبیات و بررسی و نقد آگاهانه اون در تمام دنیا یکی از اولویت‌های مهم جامعه‌های فرهنگی و هنری شناخته میشه و یکی از مهم‌ترین نیازهای جامعه ما هم برای بررسی این مطالب، بررسی عناوین ادبی و نقد آگاهانه اونه، به خصوص در 100 سال اخیر ایران که ما مواجه هستیم با یک سری از تغییرات و به اصطلاح انقلاب جمهوری اسلامی که تغییرات بسیار خوبی رو در زمینه‌های فرهنگ و بعضی وقتا هم بسیار بدی رو در زمینه فرهنگ و هنر به بار آورد. امیدوارم با این گونه نشست‌ها بتونیم اون مشکلاتی که در این زمینه‌ها هست رو رفع بکنیم و به سوی بهتر شدن جامعه ادبیمون پیش بریم. و اما این نشست به عنوان ادبیات نقد ادبیات آینی در خدمت شما هستیم. من ابتدا دعوت میکنم از اساتید گرانقدر که در کنار بنده حضور پیدا کنند، دعوت میکنم از استاد دانشگاه، تحلیلگر فلسفه، عرفان و مسائل دینی، استاد گرانقدر جناب دکتر ناصر مهدوی که تشریف بیارن بود. همچنین دعوت میکنم از استاد بزرگوار، شاعر، منتقد و ترانه‌سرای معروف و محبوب، جناب آقای عبدالجبار کاکایی که در خدمت شما. ممنون از مصطفی.
ببخشید این تنگ است برادر، تنگ است ولی خب مجبوری بشین یه جا بیشتر نه بفهم خوش. خب من بحث رو با ابتدا از اساتید خواهش میکنم که یک مقدمه کوتاهی برای سلام خدمت حضار و رسانه ها و غیره داشته باشن. از آقای دکتر مهدوی من به این دلیل ابتدا آغاز کردم، من برم خدمت تک تک شما دوستان مهربانم هم عرض احترام و سلامان رو تقدیم کنم، هم از اولا این گروهی که زحمت کشیدن این جلسه رو بپا کردن، ولی واقعیتش یه تقدیر بدون مداهنه و بدون تملق از آقای کاکایی داشته باشم که خیلی خیلی خوشبختم در کنارشون نشستم، حتی اگر اونجا در کنار شما که کار بزرگتری رو برگزیدید یعنی شنیدن بودم، مطمئن باشید افتخار بیشتری میکردم تا از وجود و حضور و فکر ناب و شعر تأثیرگذارشون، البته در دوره معاصر ما و همونطور گفتم واقعا نغمه هایی که می سرایند، مخصوصا وقتی از حلقوم هنرمندان مورد علاقه شما مردم عزیز شنیده میشه برخی از اینها، خیلی دلنشین تر میشه. یه افتخار بزرگی است که کنارشون هستم و امیدوارم که به عنوان یه حاشیه اگر پرسشی از من شد بتونم تأثیر بذارم. خیلی خوشحالم مخصوصا بعد از یه دوران طولانی که من توفیق نداشتم که با شما صحبت کنم، خیلی دلچسبه قبل از اذان اونم در ماه عزیز و شریف ماه رمضان بتونیم کمی با هم صحبت کنیم. خیلی ممنونم. درود بر شما. سپاسگزارم. استاد کاکایی بفرمایید. به نام خدا و بنده عرض سلام دارم خدمت حاضران گرامی. سپاسگزارم از دوستانی که جلسه رو دعوت کردند. از فروتنی جناب دکتر مهدوی سپاسگزارم که بنده رو که قل اینجا هستم معرفی کردم خدمتتون. من فراموش کردم تا اتاق بوداتتون هم قبول بشه انشاءالله، ما شروع میکنیم بحث رو با سوال ها رو به صورت موضوعی مطرح کردیم و چند سوال رو پشت سر هم از آقای کاکایی و چند سوال رو هم پشت سر هم از آقای دکتر مهدوی و به همین شکل به ترتیب سوال هایی که گروه پژوهشی ما طرح کردن از این دو بزرگوار میپرسیم. از جناب استاد عبدالجبار کاکایی شروع میکنم. آقای عبدالجبار کاکایی، به طور واضح تعریف شعر آینی چیه و با توجه به کدوم یکی از این خصوصیات آثار ادبی میتونیم یک اثر رو اثر آینی منصبی بنام؟ با اجازه استادم جناب مهدوی، من ابتدا میخوام راجع به موضوع زرنگاری که در خصوص نامگذاری شعر آینی شده در سالهای اخیر نکته رو متذکر بشم. اولا خب آین طبیعتاً به مجموعی از مؤلفه‌ها یک گفتمان فکری و اعتقادی اطلاق میشه، طبیعی است. این اسم یک اسم مشترکه، در واقع اسم خاص نیست، اما خب ظاهراً کاربردش در نقد مطبوعاتی سالهای اخیر به شکلی است که او رو زیر گفتمان خاص تعریف میکنه. بنابراین روشنی که ما موضوع آیین رو با اضافه کردن کلمه دیگر روشن‌تر بکنیم، اگر دستمون تعریف نوعی ادبیات ترویجی و تبلیغی متعلق به یک گفتمان خاصه بایست بگیم مثلا ادبیات آیینی تشیع یا ادبیات آیینی فاطمی یا علوی یا اسمهای دیگری که به هر حال زیر ادبیات آیینی تشیع معنا میشند. اصل بر اینه که ما چیزی به نام ادبیات دینی داشتیم پیشتر از این که مباحث درون فرقه‌ای در جهان اسلام برجسته بشه و بحث بر سر اصول اصلی و معارف اصلی بود، مثل توحید، مثل معاد و مباحث دیگر. و طبیعی است که اون چه در ادبیات ما پیشتر آمده ادبیات به نام ادبیات دینی یا شعر دینی مرسوم بوده. حالا در بین شاعران قدیم ما گروهی هم بودند که بیشتر چون مسئولیت پذیرفتند و بر فرض مثال ناصر خسرو قبادیانی چون حجت سرزمین خراسان بوده به تبلیغ و ترویج رو آورده، بیشتر جنبه ابلاغ پیام داشته، خب خیلی بیشتر سعی کرده مؤلفه های مذهبش رو یا اون گرایش فکریش رو در شعرش برجسته تر کنه. برخی دیگر از شعرهای ما هم به همین ترتیب در توصیف اماکن مذهبی، شخصیت ها، تاریخ دین نسبت به
بقیه بیشتر در واقع تجاهر داشتند، آشکار کردند، تصریح داشتند، بر فرض مثال قصایدی که خواهانی در خصوص موضوع حج بیان کرده، همین ها برجستگی خاصی به شعر این شاعران داده و اونها رو در اداد شاعرانی که مروج و مبلغ نوع خاصی از گفتمان دینی هستند در آورده. اما آنچه که ما در مناقب علوی، در مناقب فاطمی بایستی جستجوگر باشیم طبیعتا همون ادبیات دینیه. پس جدا کردن گونه‌ای به نام ادبیات آیینی یا شعر آیینی از شعر دینی در واقع جدا کردن یک اقلیتی است از دل یک اکثریتی. طبیعتا به سود ادبیات دینی ختم نمیشه و آغاز این جداسازی عرض کردم از دورانی شروع شد که به هر حال فرقه‌های مذهبی متعدد شد و گفتمان‌های سیاسی فرقه‌های مذهبی رو زیر قیمومیت خودشون گرفتن. مشخصاً در تاریخ سیاسی ما اگر دوران آل بویه رو خیلی دوران درخشان شکوهمند ادبیات آیینی به حساب نیاریم، دوران صفوی است که به شکلی شعر مذهبی شیعی، یعنی مناقب و مراسی ائمه و در واقع نوعی تقابل و مبارزه با سایر گفتمان ها شکل میگیره در ادبیات ما. شاعران عهد صفوی خیلی علاقه به ادبیات به معنای عامش یا ذات ادبیات نداشتند، بیشتر گونه از ادبیات رو میپروردند که مبلغ بود، مروج بود. و پس از او به هر حال این سیر همچنان ادامه پیدا کرد با شدت و ضعف تا به روزگار ما. بنابراین در ابتدای سخنم اجازه بفرمایید موضوع آیینی رو بیشتر مد در واقع مورد گنکاش قرار بدیم که آیا اساسا این اسم جامعی است برای ادبیات مذهبی و دینی ما یا اسم کاملی نیست. سپاسگزارم آقای عبدالجبار کاکایی. سوال دوممون هم از جناب عالیه، این که نقش شعر آیینی در حالا یا اون چیزی که ما به عنوان آیینی تشیع میخونیم و حتی قبل از شعر آیینی تشیع در ادبیات ایران چیه و این ریشه تاریخیش آیا مشخصه که از چه دوره شروع میشه و اینکه اوج ورود مضامین دینی و آیینی همونطور که اشاره کردید اینکه آل بویه دوره صفویه هستش یا نه بعد در دوره‌های دیگه جستجو کرد. ببینید اگر ما بگیم ادبیات دینی و آیینی، چون داریم تفکیک میکنید، ما سر لغات الان نزاع داریم، بحث ادبیات آیینی بحث نوظهوری است که عرض کردم به منظور ترویج مؤلفه های گفتمان خاص شکل گرفته، مشخصا ادبیاتی که ادبیات شیعیه و دایره داره و تقابل میکنه با سایر گفتمان های زیر تفکر اعتقادی اسلام. اما اگر ادبیات دینی مد نظرمون باشه، بله، از آغاز زبان در واقع ثبت نخستین نگاره‌های زبان فارسی، نخستین نسخه های زبان فارسی به شعر دری خراسانی و حتی پیش از این که جامعه ایرانی به مذهب به دین اسلام گرایش پیدا بکنه، در قدیمی ترین نسخه به جای مانده از فرهنگ کهن ما ایرانی ها، یعنی در کتاب اوستا، در کتاب زند و کتاب‌های دیگر، ما اثر تربیت دینی و اعتقادی، نگاه توحیدی و مذهبی رو می‌بینیم. بنابراین ادبیات فارسی ما، ادبیات دری و ادبیات پهلوی ما جزء لاینفکش ادبیات دینی و نگاهش نگاه وحدانی و در واقع حتی نگاه منجی هم درش وجود داشته، نگاه به منجی. اما خب مشخصا وقتی میخوایم یاد بکنیم افرادی رو که برجستگی خاصی داشتن، مشخصا افراد خاصی در تاریخ بودن، همونطوری که خدمتون عرض کردم، ناصر خسرو قبادیانی به حسب مسئولیتش و وظیفش که به هر حال مسئولیت رو به دوش میگیره، گسترش نوع خاصی از تشیع رو، یکی از گفتمان‌های تشیع رو به عهده میگیره، بر اساس او قصاید شورانگیزی میگه که مروج اندیشه شیعیه. دیگر شاعری مثل فردوسی داریم که حکمت متعالی دینی رو در واقع در کنار قصه هایی که نقل میکنه بیان میکنه.
و به جز قصایدی که در دربارها مرسوم میشه و به مدایح پادشاهان میپردازه که اون هم به سبب برحال امور معیشت شاعران بوده و تا قرن حوالی قرن پنجم و ششم تا زمانی که هنوز سلسله های امیرنشین ترک حاکم نشده بودند بر بخشایی از ایران و زبان فارسی در واقع در دربارها رفته رفته به حاشیه بره، شعر فارسی در اعداد شعرهای مدایی و سلبگیر دربارها بوده یا به نوعی توصیف طبیعت بوده و گونه ای از شعر هم رواج داشته در کنار شعر دینی که خیلی تقیدی که شاعرانش مقید نبودن به دین یا آتئیست بودن یا سکولار بودن، خیلی پیگیر ترویج اندیشه های مذهبی دینی نبودند، گاه بوده، شاید هم تحمیدیه دارند در دیوانهاشون یا نیایشی دارند، اما عموماً میل به در واقع مخاطر جویی گسترش فرهنگ دینی در آثارشون نبوده. از قرن پنجم ششم به بعد که سلسله های امیرنشین ترک رفته رفته حاکم میشن بر ولایات ایران و شاعران هم کثرت پیدا میکنند در دربارهای تنازع سبب میشه که تقریبا شعر فارسی بی‌رونق بشه و اینجاست که شعر راهی نمیبینه جز آمدن به میان مردم که همزمان بوده با گسترش تفکر صوفیگری و رشد تصوف در فرهنگ ایرانی و در خانقاه ها شاعران میرن و از همین جا هم قصه گفتن در واقع نقل کردن و مفاهیم مذهبی و دینی و قصص رو در قالب حکایات آوردن از صنایع شروع میشه به عطار میرسه و در مولانا درخشش پیدا میکنه، یعنی شاعر دیگه سلش رو از مردم میگیره، پایگاه اقتصادی و فرهنگی و فکریش خارج از دربار در خانقاه شکل میگیره. اینجاست که ادبیات ما به روی کرد مذهبی میگیره و اهل تصوف ظهور میکنن، اهل تصوف در مقابل علمای اهل ظاهر که علمشون مبتنی بر فقه و حدیث بوده میان موضوعی رو به نام باطن، علم باطن مطرح میکنن. علم باطن نوعی دریافت شهودی بوده که مقابل فقه و حدیث علم میشه و بر مبنای او ادبیات ما هم به همون سو رشد میکنه و تا همین اواخر دوران قاجار شاید قوی ترین حوزه گفتمانی شعر دینی در فرهنگ ایرانی شعر تصوف بوده، متصوفه بوده، حتی در دوران افول تفکر اوایل عهد قاجار تا تقریبا اواخر عهد قاجار خانقاها و سلسله های درویشی ذهبیه و نقشبندیه و سایر فرقی که در ایران فعالیت میکردن همونها در واقع گسترش دهنده آثار مذهبی و مناقب علوی رو عرض کنم که مناقب مذهبی بودن. در دوران مدرنیته یا مدرنیزم که ما معمولا حوزه تاریخیش رو 100 سال اخیر اعلام میکنیم با ظهور مصلحان بزرگ سیاسی مثل سید جمال الدین اسدآبادی، مثل ملکم خان، مثل میرزا آقاخان نوری و مثل آخوندزاده، تفکر سکولاریته و مبارزه با مذهب خرافه‌گرایی رشد پیدا میکنه و طبیعیست تصوف به عنوان یکی از گرایش‌های فکری دینی که به جستجوی موضوعاتی مثل تقلید و مرید و مراد و اینها بود هدف حملات شدید در واقع جریان مدرنیته قرار میگیره و مرحوم احمد کسروی در آثارش فراوان اشاره به این نکات شده و برهان در دوران 100 ساله اخیر گرایش به شعر دینی رفته رفته زوال میگیره، به حاشیه میره، بیشتر در منابر، در مساجد، در مجالس اصطلاحاً مجالس سنتی شعر کلاسیک شاید یک گرایش مذهبی دیده بشه، حتی در شاعری بر فرض مثال مثل ملک الشعرای بهار، مثل عارف، مثل ایرج، مثل فرخی یزدی، با وجود اینکه تقید دینی هست، مقیدات مذهبی هست، اما اینها در تبیین آثارشون، در بیان دیدگاه‌های سیاسیشون سعی نمی‌کنن تظاهر به دینداری کنن، وطن پرستی در واقع غالب بشه بر دینداری، نوعی شمع ملی‌گرایی و پرستش خاک جایگزین موضوع دینداری میشه. اینجاست که بیان ادبیات آینی در بستر در واقع علمای مذهبی، در بستر علما مثل مثلا قرنوی اصفهانی، مثل حاج ملا هادی سبزواری، مثل فیض و فیاض،
شاعرانی که به هر حال هم گرایشات حوزه‌ای داشتن هم در محیط طلبگی رشد کردن، اینها به نوعی حامل ادبیات آینی و مذهبی ما میشن. اون ادبون و ادبیاتی که عرض کردم جنبه ترویج و تبلیغ داره، یعنی شاعر هدف خودش رو در این قرار داده که این ادبیات رو، این موضوعات رو ترویج کنه، در بستر اون افراد رشد میکنه تا به روزگار ما میرسه که حالا موضوع بعد از انقلابش رو مفصله من بذارید به وقت دیگری. سپاسگزارم استاد. سوال بعدیم از جناب دکتر مهدوی، اینکه ورود مضامین دینی و مذهبی در آثار ادبی به چه دلایلی ممکنه باعث رشد هنری و مذهبی یک جامعه دینی بشه و آیا اصلا برای اون مفیده یا مضره، و اینکه در چه جاهایی میتونه اثرات منفی داشته باشه، به خصوص در اینکه شاعرانی که مذهبی میسرودن مثل محتشم کاشانی بعضن در بعضی از شعرهاشون حالا خلاف عرف اسلام نوشتن یا رفتارهای خلاف عرف انجام دادن، آیا اینها اثرات منفی و مثبتی روی جامعه و مخاطبین شعر میذاره یا خیر؟ بازم من خدمت دوستان از سلام مجدد دارم. ببینید سرزمین خودمون داریم صحبت میکنیم، به قول دوستان میگن توی فضا و یه پارادایم دینی داریم زندگی میکنیم، توی الگوی دینی زندگی میکنیم. ما بخشی که مربوط به تاریخ فهم ادبیات در واقع دینی بود یا حالا به تعبیر ادبی آینی، من البته با آقای کاکای موافقم که تفکیک این دوتا یکم دشواره، برای اینکه شما اگر یه فرقه خاصی رو هم جدا کنید و او رو به عنوان یک گفتگان مستقل بخواید از فضای دینی جدا کنید، به نظر من یه تقسیم بندی فقط ذهنی است، برای که همین الگوهایی که در دین وجود داره بالاخره در همین آیین هم یه نوع تزریق میشه، که این بحثی است که حالا بعدن دربارش با هم دیگه باید صحبت کنیم. ولی ما مسلمان ها حداقل تو این سرزمین، تو این جامعه، وقتی چشممون رو باز میکنیم از پنجره دین به این جهان نگاه میکنیم، چه بخوایم چه نخواهیم، در یه فضای دینی حضور داریم. شما با مفهوم خداوند مثلا دوران کودکی آشنا میشین، ترس از مرگ، قیامت، بحث امامت، واژه‌های مثل اسمت، نمیدونم شفاعت، بحث امام زمان، خیلی از واژه‌های دیگه که گناه، ذنب، قیامت، بهشت، جهنم، شما دقت کنید ما از این پنجره داریم به جهان نگاه میکنیم، همینا به زندگی ما معنا میبخشن، باش نفس میکشیم، نمیتونیم اینا رو خلعش کنیم، از خودمون جدا کنیم، به یه دوری بیاندازیم. حتی من بعضی وقت دقت میکردم در کسانی به مفهوم دینی میتازند چقدر، حتی اون کسانی که به شکل ملایم تر به مفاهیم دینی میتازند بازم درگیر این پارادای من، این الگو در وجودشون، خونشون، پوستشون، رگشون رخنه کرده. بنابراین این وارد میشه و بعد در همه عرصه حضور پیدا میکنه، فقط ادبیات نیست، تو هنرم خودشو آشکار میکنه، تو گویش ما آشکار میکنه، تو سیاست میبینید من چقدر رخنه کرده، برای که به هر حال این تفکر وقتی میاد همه اینا رو تحت تاثیر قرار میده. ما از پیش نمیتونیم بگیم ورود ادبیات دینی آیا مفیده یا مفید نیست. ما به نظر من باید برگردم، چون موضوع بس من بیشتر بیرون شعریه، بیرون ادبیاتیه، جوری از نگاه فلسفی من دارم به این موضوع نگاه میکنم، چون مطمئنم اون بخشایی که درون شعر و ادبیات و تاریخ آقای کاکایی حتما تبیین و توضیح خواهند داد و به خوبی برای ما روشن خواهند کرد و ازش استفاده خواهیم کرد. ولی شما واقعا بازم با این پرسش بزرگ روبرو میشین که وقتی میگیم آقا ادبیات دینی آیا در مثلا فرض کنید یا مثلا آیین یا تفکرات دینی یا آموزه‌های دینی آیا در ادبیات تاثیر مثبت داره یا تاثیر منفی داره، اول با تکلیفمون روشن کنیم که وقتی میگیم دینی مرادمون کدوم تلقی از دینه. شاید در این پرسش دوستان نازنین ما شاید همون نگاه پیشین هنوز وجود داره که گویی یه دین هست، یه گوهر هست، یه جوهر هست، یه حقیقت واحد است. این وقتی که رخنه پیدا کنه مثلا تو هنر چه تأثیری داره، تو فلسفه چه تأثیری داره، وقتی وارد بشه در ادبیات چه تأثیری داره. من میگم باید باز برگردیم عقب ببینیم چه تلقی از دین رو مرادمونه، چه تصویری از دین رو مرادمونه. ما در دین یک نگاه در واقع واحدی نداریم، یک ذات ویژه‌ای که بگیم این مراد ما از دینه. شما هر چی که بگید، هر گزارشی که بگید، میگید قرآن دینه، میگید روایت دینه، ولی بالاخره این قرآن رو ما باید بفهمیم دیگه، شرحش بدیم، تبیین کنیم، توضیح بدیم، یا این روایت رو ما بیم هر کدومون به فراخور ذهنمون شرح رو بیان میکنیم. یه واژه‌ای مثل مثلا میگه من استفدت به رهی حلکه، ممکنه بدید انواع برداشت‌های مختلف از این واژه از همین مفهوم واحد صورت بگیره. وقتی تو قرآن میگه قولو للناس حسنا، اون وقت از همین ممکنه شما انواع برداشت‌ها رو کنید. اگر اینو قبول داشته باشیم که جاش که من به نظر من فعلا اینجا نیست، به عنوان پیش‌فرض قبول داشته باشیم، من معتقدم در صورتی که تلقی شما از دین با
بازم تکرار کنم این نکته خیلی مهمه، در صورت که شما موفق باشید تلقی از دین ارائه بدید که این تلقی انسانی تره، این تلقی عرفانی تره، این تلقی در واقع اخلاقی تره، اون وقت در اون صورت مطمئن باشید که در لایه‌هایی از اجتماع که رخنه میکنه، نه تنها ادبیات، البته بس ما به طور عمده و ویژه ادبیاته، بلکه در همه شئونات ما تأثیر میتونه مثبتی داشته باشه. شما اگر یه تلقی انسانی در تاریخ از دین داشتید، اگر یه تصویر اخلاقی و انسانی از دین داشتید، شک نکنید که سیاستتون الان اینجوری نبود. شما نگاه کنید در مثلا فرض کنید پاره‌هایی از گزارش‌های دینی، متون دینی، نکات خیلی خیلی درخشان وجود داره به زعم بنده، با برداشت بنده، که اگر اونها آموزش داده می‌شد، شاید امروز ما راحت‌تر از حقوق انسان دفاع می‌کردیم، مثلا از حقوق بشر، از آزادی، از حق انتخاب دفاع می‌کردیم. ولی به جای اتفاقا یه تلقی دیگری ساری میشه، جاری میشه، که در او آدما خیلی اهمیتی ندارن، خرد آدمی خیلی به بازی گرفته نمیشه. اون وقت آثارش رو شما امروز بعد از گذشت قرن‌ها در سیاست میبینید، همینطور در هنر، همینطور در ادبیات. من بازم تکرار کنم برای که پاسخم روشن باشه، بسته به این داره که شما چه نوع تصویری بدید. یک تصویر غیر اخلاقی از دین، یک تصویر غیر انسانی از دین میتونه نه تنها برای سیاست، بلکه برای هنر، برای ادبیات حقیقتا آسیبزا باشه. هستن کسانی که به نام دین ممکنه یک دوربین رو به دست بگیرن، آنچه که تولید میکنن اون وقت برای شما غیر قابل تحمل باشه. یک کسایی هم از بر اساس همون باورهای دینی ولی با یه تلقی روشن‌تر، صد البته میتونه اون وقت تأثیر بسیار مهمی داشته باشه. بنابراین اون طرف رو باید مرتب مورد چالش قرار داد. یعنی واقعیتش اینه دوستان عزیز من، که ما به دلیل اینکه علم کلام در تاریخ ما، علم الهیات ما مخصوصا، خیلی فعال نشد. علم کلام ادعای بنده اینه که مقلوب در واقع نگاه نقلی شد، یعنی تفکر نقلی، اینکه نقل برتر از عقله، اینکه روایت مهمترین راه برای رسیدن به حقیقته، اینکه عقل اصلا یک موجود درجه دومه، این باعث شد که دانش کلام ما متوقع بشه دانش الهیات. در دانش الهیات پرسش‌های بسیار جدی مطرح میشه، هر روز سخنی مطرح میشه، بحثی مطرح میشه، چالشی مطرح میشه. این چالش میتونست در واقع معرفت دینی رو یه معرفت زنده کنه، با تراوت کنه و غنی کنه. اگر این تفکر اتفاق پیدا میکرد، در اون صورت ما امروز ادبیات دینی یا ادبیاتی که در اون دین تأثیر گذاشته، هر دو به نظر من میتونست خیلی خیلی غنی باشه، خیلی میتونست متحول باشه. گرچه من الانم ادبیات رو در مجموع بسیار بسیار غنی میدونم، ولی میتونست حداقل این حوزه دینیش، اونجایی که دین در ادبیات تأثیر میگذاره، یک، اونجایی که کسی به فرموده آقای کاکایی میخواد مروج دین باشه، میخواد از دین سخن بگه، دو تا با هم فرق میکنه. یه وقت دین تأثیر میگذاره در ادبیات، یک وقت نه، کسی با ادبیات میخواد در مفاهیم دینی رو شرح بده، توضیح بده، تبیین کنه. متاسفانه چون علم کلام این طرف، اصلا تعقل این طرف متوقف بود تو تاریخ ما، دانش الهیات ما تقریبا منجمد مونده، همینجوری بسته مونده، متحول نشده، دگرگون نشده. درک عمیق و روشن و انسانی و اخلاقی دیرتر و کمتر از دین ارائه شده. به همین دلیل وقتی رخنه کرده در ادبیات ما، شده همون گزارشی که متکلمان دارن، شده دینی ولی خیلی تاثیرگذار نیست، خیلی دلربا نیست، الا قلیل. حالا اون الا قلیل رو باید درباره‌اش صحبت کنیم و این طرف رو باید خیلی مرتب هی منقح کرد، نقد کرد، بررسی کرد، درباره‌اش صحبت کرد، فشار آورد. وقتی جریان فکری توی جامعه را بیفته، اون وقت آثارش رو همه جا میتونه در واقع به وجود بیاره. بنابراین ادبیات به نظر بنده دین، آموزهای دینی میتواند این ظرفیت رو داره که تاثیرات خیلی درخشانی در ادبیات بگذاره، ولی تو تاریخ ما اگر نبوده، به این دلیل بوده که تلقی های انسانی، اخلاقی، عقلانی از دین در واقع تجز تلقی های نادر و ضعیف بوده. یعنی اون چی که غالب بوده تلقی نقلی بوده، تا یه حدودی تلقی بوده که مقابله با عقل میکرده، و تا یه حدودی تلقی از دین بوده که اتفاقا مقابله با اخلاق میکرده. وقتی این تلقی غالب باشه، تأثیرش اون وقت در هنر، در ادبیات، در سیاست میتونه یه تأثیرات
منفی باشه، همونطور که تأثیرش در رفتار آدم ها متأسفانه میتونه تأثیر باشه. بنابراین باید این ور رو دگرگون کرد، یه فهمی نو، یه تلقی انسانی، یه تلقی اخلاقی از خود دین به وجود آورد تا این طرف ادبیات رو فعال کرد، زنده کرد و ازش آثار بسیار درخشانی از طرف ذهن و خیال و فکر و روان و ذائقه و ذوق ادیبان و شاعران و هنرمندان به دست آورد و دگرگون کرد. در مورد محتشم واقعیتش اینجوریه، یعنی جامعه ما اینطوریه دیگه، تاریخ ما اینجوریه، یه وقتی به شخصیت خیلی توجه نمیشه، یعنی اون هنری که خلق میشه به اون خیلی توجه میشه. اینم بازم گفتن نمیتونیم به شکلی قاعده بگیم، اگر فرض کنید کسی از ادبیات دینی سخن گفت ولی بعدن یه نوع افکار دیگه ای داشت، مثلا محتشم که بهش منسوب میکنن بعضی اشعار، اینم جلالیه که نمیدونم شاهد باز بوده، شعرهایی داشته، اینا باز حوزه کاری جنابای کاکای عزیزی که باید بگم ما استفاده کنیم. ولی واقعیتش اینه که مخصوصا ادبیات خب با روح و روان آدمی خیلی ارتباط داره. وقتی که کسی میاد شعر میگه، کسی میاد یک پدیده هنری رو تولید میکنه، ادبیاتی رو خلق میکنه، یک سخن موزون و منصور آوازین دلنشین رو میگه، کمی بین نه تنها بین خودش و ادبیاتی که ارتباط برقرار میکنه، بلکه شخصیتش هم البته رخنه میکنه و بعد تأثیر میذاره، چون این با احساس آدمی، با قوه خیال آدمی سر و کار داره. شما نگاه کنید الان بعضی که میخوان مولوی رو تخریب کنن، هی مرتب برمیگردن الان میگن شمس مثلا یه همچین آدم خشنی بوده، همسرش رو زد، آدم بیرحمی بوده، فلان بوده. خب اینا تأثیر داره، ولی باز معتقدم امیدواریم فرهنگ جامعه به جایی برسه، رشد فکری به جایی برسه که اگر بتونه تفکیک کنه بین در واقع کسی که این سخن رو میگه با عمق خود سخن، بین این شخصیت با اون سخن عمیقی که مطرح میشه. بعضی از رمان نویسای بزرگ اروپایی رو شما هم مطمئنم رمانشون رو میخونید، لذت میبرید، ولی ممکنه همجنسگرا بوده باشن مثلا، یه تمایلات اینجوری داشته باشن. تعدادی از فیلسوفان تو تاریخ هستن، شاید بد نباشه مثلا من بگم فرض کنید راسل رو که تمایلات جنسیش اصلا بی امان بوده، نمیتونست خودش رو کنترل کنه، ولی نمیتونستی ما بگیم اون قدرت، اون خلاقیت عظیمی که راسل در فلسفه یا پوزیتیویسم منطقی به وجود آورد یا فلسفه ریاضی آورد اونو تفکیک کنه. بله تاثیر میذاره، خصوصا در ادبیات، خصوصا در شعر، خصوصا در ادبیات دینی خیلی هم تاثیر میذاره، کما که الان هم متاسفانه آسیبای تلخشو میبینیم. ولی اگر فرهنگ جامعه اینقدر رشد پیدا کنه که اون رو با شخصیت افراد متمایز کنه، شاید کار میمونی باشه. مثلا اگر شخصیت ببخشید البته نمیخوام جسارت بشه خدا، مثلا شاملو رو اگر به لحاظ فردی شما بشناسید ممکنه هیچ کدوم از آثارشو نخواهید بخونید، ولی خب انصافا ببینید باز نکاتی در اون شعر وجود داره که برای همه ما دلچسب عمیق تاثیرگذاره و روشن، اگر درست فهمیده باشم. من واضح‌تر سیکم سوال بپرسم، الان با توجه به این حرفی که زدید، مثلا رمان‌هایی که می‌خونی مثلا از کامو با شخصیتی که مثلا به اصطلاح داره یکم ممکن متفاوت باشه، یا از استاد شاملو که می‌خوایم بخونیم ممکن اگه با شخصیتشون آشنا باشیم، این یک جوری مثل همون نظریه مرگ مؤلف باید به قضیه نگاه بکنیم از دید شما، یعنی که مؤلفی که به اصطلاح اون اثر رو خلق می‌کنه دیگه مورد اهمیت واقع نشه و فقط صرف اون اثر باشه، یا نه علاوه بر توجه به خود شخص به متنم توجه بکنیم. درسته، ببینید من فکر سوال خیلی خیلی مهمه، من فکر کنم به نظر من البته به اندازه دستگاه معلول و محدود ذهنی خودم دارم میگم، فکر میکنم ادبیات دینی راست میگین یه خود متفاوته. بالاخره شما وقتی میایید پشت یک عقیده قرار میگیرید که مرتب میخواید از عمل صالح بگید، البته در مورد محتشم من هیچ سخنی نمیگم، ما کلی داریم بحث میکنیم، وقتی شما مرتب از یک مفهوم مثلا معنوی سخن میگید، اخلاقی سخن میگید، مردم رو به روز جزا دعوت میکنید، ترس از خدا دعوت میکنید، عمل صالح دعوت میکنید، بعد معلوم بشه که بیرون از اون فضا مثلا این آدم یه آدم خدای نکرده حقوق بازیه، یه آدم بد اخلاقه، یه آدم هفت‌تیرکشه، مثل بعض از این مدعاهایی که گاهن شنیده میشه همچین اتفاقاتی بیفته، خب به نظر من خیلی تاثیر منفی میذاره، یه پارادوکسی ایجاد میکنه تو ذهن آدم، مسئله ایجاد میکنه، یعنی همون حقی که قرآن هم مطرح میکنه. ولی در سایر حوزه ها چون اینجا بحث اخلاق، بحث احساسه، یعنی شما وقتی میگید آقا من اومدم با این شعر دارم شما رو دعوت میکنم به سخاوت،
در حالی که معلوم میشه این آدم چقدر آدم مثلا بدتینت خسیسی است، شما رو دعوت میکنن به حلم و مدارا در حالی که تحمل هیچ کس رو نداره. تو حوزه دینی خود سخت این دو تا جدا کردن، ولی تو حوزه فلسفی داره اتفاق میفته. یعنی الان دارن مرگ مؤلف مطرح میکنن. ببین شاید شما تو تندخویی شاید کم آدمی پیدا کنید به اندازه مثلا ویتگنشتاین، با اینکه بعد از این بر تاثیر عمیق فلسفی ویتگنشتاین رو ببینید تو فلسفه زبانی تا کجا رخ نمیکنه، آدمی رو در بر میگیره. ویتگنشتاین شاید خیلی علاقمند بود به اینکه یا مرتب مثلا تشویقش کنن، آدم خودشیفته ای بود یا آدم نارسیسیست به قول معروف، خود چجوری بگم جاه طلبی به نوعی خودشیفته ای بود، به مریدان جمع کردن مشتری و مرید خیلی علاقه میداد. امروز باید اینو تفکیک کرد، واقعا قدرت فکری که یه دفعه در یک مثلا قالب محدود میاد این همه تحوری در حوزه فلسفه زبانی ایجاد کنه. امروز معتقدم واقعا در حوزه فلسفه میشه این کارو کرد، در حوزه دانش میشه این کارو کرد، در حوزه علوم انسانی حتی روانشناسی شاید بشه این کارو کرد. یه نفر روانشناس خیلی قوی مقتدر داده هایی رو از بیرون کسب کرده، آزمون های سختی رو پشت سر گذاشته، به دانشی رسیده که میتونه واقعا گره‌گشایی باشه، گره‌گشا باشه، میتونه خیلی از معما رو حل کنه. اما تو حوزه دینی بله یه خود تفکیکش سخته، کسی که مخصوصا ادبیات دینی به این معنی که کسی مبلغ باشه، مروج باشه، بخواد از طریق این هنر شعرش، بیانش بخواد بیاد مفاهیمی رو توضیح بده، در اون صورت یه کمی لحاظ ذهنی موجب پارادوکس میشه و تاثیر منفی تری ممکن ایجاد کنه. بله سپاسگزارم آقای دکتر. یک جنبندی کوتاه داشته باشم. در ابتدای سوال ها کمی گزار مفهومی و تاریخی داشتیم به اینکه شعر آینی چیه. جناب استاد کاکایی فرمودن که باید این منظور خودمون رو از ادبیات آینی مشخص بکنیم، بگیم که این ادبیات آینی منظورمون چیه، اون ادبیات آینی تشیع، ادبیات آینی علوی فاطمیه، یا نه منظورمون تمام شعرهایی که مفاهیم دینی میان. اشاره داشتم به مطالب تاریخی که به گزار کتاب اوستا و همینطور در مورد شعر به اصطلاح کمی هم در دوره اسلامی به اشاره به دوره آل بویه و دوره صفویه داشتم و کمی هم وارد مقدمه و در باب مدرنیته شدن که میتونه فتوایی بشه در مورد بحث آینده ما. و جناب دکتر مهدوی هم از دید فلسفی به این قضیه ورود کردن و تعریف شعر آینی رو با اون دیدگاه و نگاه به شعر آینی رو با اون دیدگاه فلسفی بیان کردن و حالا در مورد ادامه بحث هم قطعا چاره گشا و به اصطلاح راهگشای کار ما خواهد بود. اما سوال سوم رو از آقای عبدالجبار کاکایی میپرسم و یکمی هم وارد میشم به 100 سال ادبیات اخیر ایران. در این 100 سال اخیر ادبیات ایران به خصوص از زمان انقلاب تا امروز شاعران و نویسندگان بسیار زیادی در زمینه‌های مذهبی شعر سرودن، در حالا رمان‌هایی رو نوشتن. به نظر شما تاثیرگذارترین شاعران آینی ما چه کسایی بودن و مهمترین ویژگی ادبی نویسنده‌ها چی بوده و همینطور دلیل فقر مفهومی شعر آینی به لحاظ اون محتوایی که در سال‌های اخیر نسبت به دهه 40 و 50 داشتیم، از جمله در کارهای به اصطلاح نعمت اعظم، موسوی گرمولدی، طاهره صفوزاده و حالا خیلی از این به اصطلاح نویسنده‌ها و شاعران مسئله که واقعا تاثیرگذار بودن، طوری که اقلیت‌های مارکسیست که می‌خواستن خلق اثر بکنن از اونها تاثیر می‌گرفتن. این در 100 سال اخیر این اتفاقات چرا داره انجام میشه و تحلیلتون شما در مورد این قضیه چیه؟ خب عرض کنم که اجازه بفرمایید من پیش از این که وارد این بحث بشم یک تکه ای از منظومه خسرو شیرین رو خدمتون بخونم که نشان دهنده این که این بحث ادبیات آینی و ادبیات دینی بحث جدیدی نیست. نظامی وقتی که کمر بست به تألیف کتاب خسرو شیرین، یک دوستی که دعوه ادبیات آینی داشت میاد و توصیه بهشون میکنه. خوب از زبان خود نظامی بشنوید اون توصیه چی بوده و نظامی چه پاسخی بهشون داده. در اون مدت که من در بسته بودم، سخن به آسمان پیوسته بودم، گهی برج کواکب می بریدم، گهی ستر ملائک می دریدم، یگانه دوستی بودم خدایی، به صد دل کرده با جان آشنایی، تعصب را کمر در بسته چون شیر، شده بر من سپر بر خصم شمشیر، در دنیا به دانش بند کرده، ز دنیا دل به دین خرسند کرده، شبی در هم شده چون حلقه زر، به نقره نقره زد او حلقه بر در، در آمد سرگرفته سرگرفته، عتابی سخت با من در گرفته، که احسنت این جان داره معانی، که در ملک سخن صاحب قرانی،
پس از 50 40 در 40 سال مزن 50 در این حرف ورقمال. حرف ورقمال سخن کهنه. در این روزه چو هستی پای بر جای، به مردار و سخان روزه نگشای. توصیه میکنه که این داستان رو درز بگیره و نره سراغی همشی قصه های عاشقانه. نکرده آرزو هرگز تو را بند، که دنیا را نبودی آرزومند. چو داری در سنان نوک خامه، کلید قفل چندین گنج نامه. مسی را زر برندودن غرض چیست؟ زرن در سیم ترزی میتوان زیست. چرا چون گنج قارون خاک بهری، نه استاد سخنگویان دهری. در توحید زن کاغازه داری، چرا رسم مغان را تازه داری؟ سخندانان دلت را مرده دانند، اگرچه زند خانان زنده خانند. ز شورش کردن من تلخ گفتار، ترش روی نکردم بیشتر کار. معلوم نظامی آدم خیلی ملاحظه کار و اهل تسامح و تساهلی بوده و از این رفتار ایشون خیلی ترش گفتار نشده. ز شیرین کاری شیرین دلبند، فرو خواندم به گوشش نکته چند. و از آن دیبا که می بستم ترازش، نمودم نقشای دلنوازش. چو صاحب سنگ دید و نقش ارژنگ، فرو مانده سخن چون نقش بر سنگ. به دو گفتم ز خاموشی چه جویی، زبانت گو که احسنتی. زبانت کو که احسنتی بگویی، چرا لالمونی گرفتی احسنتی بگویی. آقل برحال نظامی چند بیتی از آواز خسرو شیرین رو میخونه برای اون دوستی که در واقع توصیه بهشون داشته که این سخن رو کنار بذاره و از توحید بگید. برحال اصرار بر سر تقلید دین و تبدیل تفکیل کردن ادبیات به ابزاری برای بیان اندیشه که طبیعتا نوعی استفاده کاربردی از شعره و اهالی ادبیات بر نمیتابند، چون در واقع ادبیات رو و زیبایی و قنای ادبیات رو ابزاری کنن در جهت بیان تعلقاتشون، اما اون تعلقات چنان با جان اونها آمیخته شده که مثل مولانا سر تا سر مثنوی رو میخونی جایی از تعصب دینی و مرا و جدل با دیگران رو نمیبینی، اما سر تا سر گسترش و معارف و مفاهیم دینیه. برحال همونطوری که عرض کردم این تنازع از دیرباز بوده تا الان، اما در خصوص 100 سال اخیر و چگونگی نضج ادبیات دینی و خارج شدنش از انزوایی که بعد از در واقع سقوط قاجاریه و جنبش روشنفکری، جنبش مشروط خواهی که طبیعتاً با ظهور تفکرات سکولاریستی توأم بود و میهن پرستی و در همه جا حلقه‌های و محافلی که تشکیل میشد مثل اصحاب و اصحاب سبعه که شنیدید قطعا جمع میشدن و در خصوص احیای ایران باستان، ایران کهن بحث میکردن و تقریبا غلبه بود با تفکر ایرانگرایی و تفکر باستانی و حکمت کهن ایرانی. به نهضت ملی شدن نفت که میرسیم، روحانیت عرض اندامی در عرصه سیاست میکنه و به هر حال به شکست جریان‌های روشنفکری و دینی در دهه 30 و تحکیم حکومت کودتای 28 مرداد میرسیم و پس از او به نظر من دوران شکفتگی ادبیات دینی رفته رفته شکل میگیره با تغییر مسیر جریان عظیم مرجعیت روحانیت به سمت استبداد ستیزی، یعنی اون ستیز بین روشن فکری و روحانیت که از صدر مشروطه و سر مفاهیم مذهبی آغاز شده بود. به هر حال در خصوص همون مفاهیم نوظهوری که حاصل دستاوردهای تفکر غرب مثل آزادی، عدالت اجتماعی، اختلاف آرا بود بین علمای حوزه و علمای دانشگاه، حتی گاهی اوقات در تقابل با هم دیگه بود. و فرض مثال آزادی در اندیشه شیخ فضل‌الله نوری آزادی امر به معروف و نهی از منکر بود، در حالی که در تفکر سایر روشنفکران عصر مشروطه شکل دیگری بود. به هر حال این تنازع و این جدال سبب شد که اون شکست‌های فاحش سیاسی در تاریخ ایران رقم بخوره، اما بعد از کودتای 28 مرداد و اون فرصتی که برای تنفس و خلوت روشنفکری با خودش پیدا کرد و همچنین روحانیت با خودش پیدا کرد، در واقع استبداد ستیزی رفته رفته نطفه‌اش بسته شد. من فکر می‌کنم اگر بشود وجه ممیزی برای قیام 15 خرداد که حضرت امام نقش
شاخص این قیام بود و گرایش خاصی که روحانیت بعد از ماجرای ملی شدن نفت و کودتای 28 مرداد داد، همین مواضع آیت الله خمینی بود که حتی این ابهام در بین عناصر شخصیت‌های ملی‌گرایی مثل سران نهضت آزادی بود که گرایش آقای خمینی آیا همون تکرار گرایش فضل الله نوری و آیت الله کاشانی یا نوعی گرایش جدید در عرصه سیاسی، و این ابهام کماکان بود اونها در سخنان آیت الله جز مبارزه با استبداد نمی‌دیدند. همین سبب شد که جامعه به نوعی به اون پیوند دوباره برسه، همون پیوندی که در آغاز مشروطیت سبب اون انقلاب بزرگ شد، یک بار دیگر در واقع میشه گفت اواخر دهه 30 و اوایل دهه 40 شکل گرفت و قیام 15 خرداد مصادف بود با احیای تفکر نودینی، ظهور فعالان اندیشمندی چون مرحوم دکتر علی شریعتی و دیگران، و رفته رفته اندیشه های مذهبی و دینی راه پیدا کرد به محیط های علمی و دانشگاهی و دانشجو. اینجاست که با ظهور چهره های معدودی، البته به قول یکی از دوستان میگفت ما اگر دایره معارفی از اعلام 100 سال اخیر رو بخوایم تدوین بکنیم، 90% یا توده‌ای هستن یا گرایشات ملی گرایانه دارن، خیلی ما عناصر دوردون درشت های دینی و مذهبی در عرصه روشنفکری نداریم. اما خب رفته رفته چراهایی که نام بردن آقای توجهی از اونها، عرض کنم که جناب آقای میرزا زاده که خارج از کشور هم تشریف دارن به خاطر مسائلی که از اول انقلاب پیش آمد و جزو پایه‌گذارهای در واقع نگاه جدید به ادبیات مذهبی و دینی ما بود و جزو اولین کسانی بود که ستاینده مشی مبارزاتی نهضت 15 خرداد بود و گرایش جدید ادبیات دینی و گرایش در واقع مروج ادبیات دینی، در کنار جناب آقای گرمارودی، مرحوم خانم دکتر طاهره ظفرزاده و تعدادی دیگر از چهره‌هایی که به هر حال حالا شاخص یا غیر شاخص رفته رفته حلقه ادبیات مذهبی شکل گرفت، چنان که مستحضری در اون شب‌های شعر گوته هر شب تقریبا در بین تعداد 10-12 شاعری که شعر می‌خوندن حداقل یکی دو شاعر با گرایش پررنگ مذهبی و اعتقادی و دینی حضور داشتند و ظهور و بروز داشتند. در حال انقلاب شرایط رو کاملا دگرگون کرد و گرایش به سمت ادبیات مذهبی بعد از انقلاب سرعت بیشتری به خودش گرفت. اینجا به نکته‌ای میرسیم که به نظر من با آغاز بحثم در این بخش از صحبتام، یعنی همون توصیه‌ای که اون دوست گرامی به نظامی داشت میکرد، نهادهای حکومتی به شاعران انقلاب این توصیه رو از اوائل انقلاب شروع کردن به گفتن. یعنی من خاطرم هست در اوائل در همون دهه 60 که ما انجمنی از شاعران در حوزه هنری جمع شده بودیم و شعر میگفتیم و تحلیل میکردیم جریانات رو با اعتقادات دینی مون، اندیشه های مذهبی مون، به تحلیل وقایع روز انتقاد میکردیم. بر فرض مثال انگامی که کتابای مرحوم استاد مطهری از دانشگاه ها پاک شد، شعرهای سروده میشد در رد این موضوع و مبارزه با این موضوع. رفته رفته به هر حال جنبه تبلیغی و ترویجی ارزش پیدا کرد و دوستان مدیران فرهنگی اومدن و تقاضا کردن یا خواستن یا مطالبه کردن یا حتی به نوعی بخشنامه کردن که خب حالا شعر انقلاب وظیفش اینه که بیاد مروج و مبلغ اندیشه های ذیل گفتمان سیاسی انقلاب باشه. خب طبیعی بود این نوع از نگاه مورد پسند نبود، نه اینکه مخالفت ذاتی با این نگاه باشه، بحث این بود که ما آدم های دینداری هستیم اما اجازه بدیم تحلیل کنیم جهان اطرافمون رو و آزادانه بیان بکنیم، قرار نیست ابزار بشیم و مروج یک گفتمان سیاسی خاص بشیم. و همینجا بود که من یادم در سال 66 جلسه حجت الوداع به تعبیر حسن حسینی در حوزه هنری برگزار شد، آخرین جلسه ای که مجمع مرغان جهان با اول عطار، مجمعی که درش هم آقای گرمارودی بود، هم آقای معلم بود، هم حسن حسینی بود، هم قیصر امیرپور، هم میر شکاک، انواع چهره های در واقع با گرایشات بنمایه دینی جمع شده بودند که به تحلیل جهان پیرامونشون به پردازن در اثر زیادخواهی نظام فکری که دنبال مروج و مبلغ بود، دنبال شاعر نبود، دنبال اندیشمند نبود. برخورد متاسفانه که این شخص با نظامی کرده
قدر اون جمع رو ندونستن، از اونها خواستن بیان در اجتماعات، در راهپیمایی ها شعر بخونن و از این محیط با تعبیر خودشون تنگ و ترش و کوچک و حوزه خارج بشن، از این محیط های چوب گردی به تعبیر خودشون خارج بشن، بیان در خدمت خلایق قرار بگیرن. این نگاه سبب شد که اون ادبیات فاصله در واقع دچار پراکندگی شد. من یادم این گروه گروه شدن، هر گروهی به جرگه پیوست و هر کی در یک جایی زیر یک سقف رفت و هرگز همون گروه دیگر زیر یک سقف تا الان که من خدمت شما هستم جمع نشدند. این صدمه ای بود که ما از برخورد در واقع فرهنگی از بالا که طبیعی است برمیگرده به موضوع بحث ما، یعنی ما بیاییم به ادبیات آیینی رو تبدیل به یک بخشنامه نکنیم تا شعر و سخن رو بخواد ابزار قرار بده. اولا منابع ادبیات آیینی در سالهای بعد از انقلاب اون چیزی که به نام ادبیات آیینی معروف، من که میگم ادبیات آیینی منظورم نامگذاری که زیر گفتمان ایدئولوژیک انقلابی انجام شده، ولی این نامگذاری اصلا اعتباری نداره. ما از این چارچوب خارج بشیم ادبیات آیینی ماست، ادبیات آیینی دیگران نیست. اون چیزی که الان عنوان ادبیات آیینی عرضه میشه در جنگ‌ها، در شب‌های شعر، در سمینارها، در جشنواره‌ها، کمابی شما در جریان دستنی و رسانه‌های قدرتمندی مثل صدا و سیما هم پخش میشه، منابع اطلاعاتی خیلی محدودی داره. اولا منابع اطلاعاتیشون محدود به همین وعظه‌ای است که گاهی از منبرها میشه یا مدایر است که گاهی از سوی مدعیان انجام میشه. کمتر مباحث فکری، مباحث معرفتی در این ادبیات جریان داره. حتی گاهی اوقات اصول دینداری در واقع دستاویز گرایشات مذهبی میشه. به ممکنه علی بگو نماز خود قضا کنه، تعابیر از این دست که مبالغه های در واقع دین شکنانه است، دین ستیزه. به نظر من نوعی تبرج به دین علی یا دینداری به سبکی خارج از دین محمده و همون تهمتی که از آغاز به گروهی از در واقع تندروان شیعه در آغاز پیدایش تفکر شیعی میزدن و البته اونها چون این خصوصیتی نداشتن، ولی دشمنان میگفتن شما در پی ایجاد یک دین مستقل هستید با شرایط در واقع منحصر به فرد خودش. من به نظرم اگر ما مؤلفه های این ادبیات آینه رو بخواییم از جهت موضوعی جمع‌آوری بکنیم، خیلی بی‌غرضانه و منتقدانه بخواییم تحلیل بکنیم، به یک دین جدید میرسیم که بر مبنای مبالغه شعر، ذات شعر مبالغه است، تردید نداریم که شعر کارش مبالغه است، اما به یاد داشته باشیم که ادبیات سنتی و گذشته ما در قالب‌های مثل مثنوی، در قالب‌های به طرح مزامین دینی می‌پرداخت که امکان روایت، امکان نقل حدیث، امکان استدلال درش وجود داشت، نه فقط شیوه مبالغه. اما الان ظاهراً اون چی که من دارم شاهدم در تلویزیون شاهدم، مسابقه شاعران جوان برای مبالغه کردن، همون مسابقه که در سبک هندی وجود داشت، الان در مبالغه کردن بر سر موضوعات دینی، موضوعات مذهبی و برتری دادن و فرقه جویی و فرقه یابی و ستیز فرقه ای و مسائبی که به هر حال الان جامعه بشری رو درگیر او میدانیم. بله، سپاسگزارم از صحبت های واقعا خوب آقای کاکایی. یاد بیتی از صاحب افتادم، میگه فکر آزادی گرفتاری به دام تازه است، ما که خود را در قفس بی بال و بی پر ساختیم. سوال بعدیم رو از آقای دکتر مهدوی میپرسم. در ادامه همین بحثی که جناب آقای کاکایی در انتهای بحثشون فرمودن، امروز بعضی از هنرمندان و شاعران آیینی به عنوان شاعران وابسته به حکومت جمهوری اسلامی ایران شناخته میشن. با توجه به اینکه بعضی از این شاعران ممکنه همچین وابستگی هایی رو در مضامین شعری خودشون هم پیاده بکنن، به نظر شما این کار از دید حالا نگاه فلسفی و نگاه دینشناسانه شما، این قضیه چقدر ممکنه اثرات مخربی رو داشته باشه؟ و همینطور اینکه ما با در عهد معاصر با فقدان دانش و رجعت شاعرانی که به اصطلاح به سرچشمه ها دسترسی داشتن یا تفکر کلامی، حکمت معنوی و به اصطلاح اندیشه های سیاسی خاص خودشون رو داشتن، به خصوص در تفکر شیعه در همون قرون اول، تفکر بزرگانی مثل شیخ مفید، شیخ صدوق و شاعرانشون دعبل خزائی و سید همیاری، اینها چه تأثیری، نبود اینها، نبود امثال مثل اینها، نبود چنین سرچشمه هایی، چه تأثیراتی ممکنه روی ادبیات نو بزنه؟
بخش اول که کار سخت و عهده من بود، ولی خیلی چون راه رو باز کردن جناب آقای کاکایی، ممنونم ازشون، خیلی استفاده کردم. ببین من یه خورده فرمایش ایشون رو در واقع، البته من دارم حرف خودم رو میزنم، اگه یه مقطعی خطا بود به حساب من دست، نه اینکه بگم فرمایشون، ولی من دلایلش رو یه کمی بازم با نگاه بیرون ادبیاتی، یه نگاه فلسفه ادبیاتی دارم نگاه میکنم که چرا در واقع وقتی یه ادعای فرض کنید شاعرانی دولتی میشن، درباری میشن، چه اتفاقی میفته؟ خب معلومه دیگه، سوال روشنه، کاملا پیداست، برای که آثار تخریبیش خیلی بالاتره، آثار منفیش بالاتره، آثار ویرانگریش به نظر بنده بالاتره. ولی نه تنها فقط شعر و ادبیات، من میگم یه مقدار به این موضوع، چون فرصتیه دیگه، چون این فرصت خیلی کم گیرمون میاد که یه خورده اینجوری فکر کنیم، بازم دایره بحثمون اون دومین رو نمیدونم میدان بحثمون عمیق تر کنیم. به نظر بنده هر چیزی وقتی حکومتی میشه اصالتش رو دست میده. حکومت ها همیشه میخوان بالاخره منفعت خودشون رو تضمین کنن، میخوان خاص خودشون رو در واقع پیش ببرن. حالا بدتر این که نظام هایی که نیمه بسته است، نیمه دموکراتیک، مثلا جامعه ما، که اینا البته خدای نکرده حرفای سیاسی نیست، حالا خدای این بیان، این حرفای فرهنگی فکری از جامعه در واقع نیمه بسته‌ای داریم که هنوز الگوها و تمرکز و شیوه تصمیم گیری شیوه کاملا متمرکزه. تو ادارات شما برید، مؤسسات برید، حتی بخشای خصوصی، حتی بریم تو نظام خانوادگی که ربطی به مسائل سیاسی نداره، میبینید گروه های خاصی تصمیم میگیرن، پیش میبرن، الگوها رو جلوتر میبرن، حرفاشون رو جلو میبرن. شما تو این فضا هر چیزی وقتی در اختیار این گروه خاص قرار بگیره، اینا اول منفعت خودشون رو لازم میکنن، نه حقیقت رو. اول میبینن که چجوری میتونن مثلا تو این حکومتداری موفق بشن، چجوری میتونن در مردم تاثیر بذارن، چجوری میتونن منافع خودشون سپس با گروهشون، حزبشون رو تامین کنن، سپس وسایل مختلفی رو انتخاب میکنن برای رسیدن به اون هدف. ببینیم وقتی مثلا دین میشه سیاسی، همین مشکل به وجود میاد. خود شما قضاوت کنید و داوری کنید، تو برگردید به مسائل مثلا ادبیات، و برگردیم به کسانی که دیگه دولتی میشن. شما وقتی نگاه کنید مفاهیم دینی در طول مثلا همین 45 ساله که شما گذشته، چقدر واقعا از منبرها، از جاهایی که صدای رسمی میاد، همین بزرگواران از نماز جمعه و امثال هم، صدا سیما که دیگه الان مظهر و نماینده در واقع این جریانه، شما تلقی های بازم تاکید میکنم انسانی میبینید. مثلا چقدر تاکید شده که شما موسی رو به عنوان شخصیت زوروستیز بشناسید، چقدر مثلا اون جنبه ای از پیغمبران که میان عذرخواهی میکنن برای ما مطرح شده. پیغمبری است مثلا فرض کنید خطایی کرده، مثل حضرت موسی، حالا تو قرآن میگه من نمیام خطا میکنم، ولی من جلو فرعون وای میسه میگه من معذرت میخوام. یه شاید چقدر اون روح شفقت، اینکه مدارا طلبانه ابراهیم در میان ما ترویج شده، چقدر به ما یاد دادن که آقا مسلمانی یعنی این، مثلا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. یعنی اصلا اگر شما اگر مثلا مدارا نکنید، تحمل نکنید، صبور نباشید، نقد پذیر نباشید، شما اصلا مسلمان نیستید. چقدر واقعا خود شما یه داوری کنید، مثلا به ما آموزش دادن سوره مثلا اسراء که لا تقف ما لیس لک به علم، شما نمیتونید مثلا به بهشت برسید یا مسئولی در قیامت مگر اینکه واقعا آنچه که دارید انتخاب میکنید عاقلانه باشه، تصمیمتون عاقلانه باشه، نکته سنجانه باشه. از هیچ کس شما تبعیت نکنید، از هیچ احدی مثلا جاهلانه تبعیت، هیچ کدوم از اینا رو ما آموزش ندیدن. تو مدارس ما دیدید بیان از این حرفا بزنن، حرفای اخلاقی بزنن. من 30 سال اخیر 40 سال اخیر رو مخصوصا دارم میگم، قبلش هم البته همین طور بوده، ولی مخصوصا 40 سال اخیر رو دارم میگم، اومدن از مدارا، از توی قرآن مثلا میگن این فرهنگ مداراست، این حلم، این بردباریست، بگن آقا جون شما نمازتون، روزتون، عبادتتون، حجتون، جهادتون قبول نیست مگر که ظرفیتتون بره بالا. اینا به ما یاد ندادن، اما تا دلتون بخواد جنگ رو به ما یاد دادن. ببینید مثلا مرگ رو به ما یاد دادن، مثلا اشد و علم کفار رو یاد دادن، نمیدونم قاتلو و محت الله تکون فتنه، چقدر این ادبیات زیاد بوده، ادبیات پرخاش. برای که حکومت ها به دومی احتیاج دارن، یعنی یه دینه ولی میان گزینش میکنن، میرن سراغ همون بخشایی که به درد حکومت میخوره، بقیهش مقفول میشه. شما در اون حضرت علی نگاه کنید، اون بخشایی که حضرت علی داره اعتراض میکنه که چرا حق منو گرفتی،
مرتب شما اینو شنیدید. حتی اگر خدایی نکرده کسی از عزیزانتون هم از دنیا بره، یه روحانی عزیز گرامی متفکر رو دعوت کنید سخنرانی کنه، حتما به اینو اشاره میکنه. مظلومیت علی، شکستن پهلوی حضرت فاطمه، این به درد حکومت میخوره، بلکه یه چهره مظلومی از خودش میتونه بسازه. از اون طرف شمشیر به دست یک امام میده که ما به او اعتقاد داریم. بنابراین همه نیروها میتونن بسیج بشن در خدمت منافع، در واقع اون سیاستی که دین رو در استخدام خودش گرفته. ولی اگر اون تلقی رو بدید، اون وقت مشکل پیدا میکنه. من چند وقت پیش یه برادر خیلی خیلی بزرگوار، واقعا بزرگوار، با من از بچهای امنیت بود صحبت میکرد، میگفت شما چرا این دین رو دارید بزک میکنید؟ میگم با من اون وریام که به ما میگن، یعنی اون آنام به قولای کاکایی مثلا آدمای سکولار یا آدمای دین ستیز، بدترین حملات رو میکنن که شما دارید بیخودی این اسلام رو مثلا زیبا جلوه میدید، شما هم که دارید دربار میزنید. واقعیتش تو اون نگاه، اگه شما از رحمانیت گفتید، از لطف گفتید، از مدارا، از تحمل، از بخشش گفتید، میشه بزک کردن. اما اگه اومدید از جنگ و ستیز و خون و حضرت علی که اومده مثلا فرض کنید خون بریزه بگید، البته خیلی طرفدار پیدا میکنید، چون به درد حکومت میخوره. حالا شما نگاه کنید، وقتی حکومت بتونه هنر رو به دست بگیره همین میشه، از توش مثلا فرض کنید اخراجی ها در میاد دیگه، فیلم های حکومتی اینجوریه، یا مثلا اون قلاد آهنین در میاد، یعنی درست در مقابل اون میل و خاص و تفکر و پارادایم مردمی این دوربین میاد این کارا رو میکنه، برای که حکومت برای این پول میده، امکانات میده، یا حداقل مثلا کارگردانای درست میشه که هنوز مثلا دنبال این هستن که حس حفظ نظام و امثال تو وجودشون داره جاریه، با اینکه اینا کارگردان خیلی بزرگه، همون فیلمای آخری هم که دارن میسازن همون حفظ نظام تو ذهنشون باقی است. شاعر هم اینطوره، وقتی شاعری درباری میشه، وقتی که شاعری اونم مرسی سرا، اینجا داریم یه کسی که اهل منقبته، شما مطمئن باشید دیگه چشم حقیقت دست این آدم کور میشه. وقتی خود اساس دین با اون همه فربهی، با اون همه چالاکی، با اون همه لطافت، وجود ظرافت، با اون همه پنجره های بازی که به روی بسیاری گشوده است، میبینن میخونن که مثلا اون علی شمشیر چقدر نسبت به حریفش مثلا مدارا میکرده، چقدر وامدار حقوق مردم بوده، چقدر اصرار میکرده که مردم باید در احوال من نظارت کنن. این تو نهج البلاغه است که میگه اگر نگاه نکنید، حتی من امیرالمومنین از خطا بری نیستم، ممکنه بلغزم. نمونش هم ابن عباس رو نام میبره، میگه از همه شما تو تاریخ از شما همه شما بالاتر بود، ولی وقتی توی قدرت بی‌نظارت قرار گرفت، همین آدم فاسد شد و کلی دست به تپ نمیدونم اختلاس و فلان بود. اون شخصیت اصلا برای شما ناپیداست. یعنی شما پشت منبر برید بعضی از خطبا رو بخونید، اگر بهتون فرصت دفاع ندن، حتما این 6-7 ماهی باید برید آب کنک بخورید. در حالی نهج البلاغه خوندید، نهج البلاغه خوندید، اون نمیاد به میان، چون نمیتونه با منافع در واقع این ایدئولوژیک به این معنا، من این وسطا تو پرانتز میگم دین ایدئولوژیک شدنش، نه دین، هر ایده ای مارکسیسم، وقتی که به نظر من وقتی دست استالین افتاد محتواش به این فرو ریخت. حتی لیبرالیسم هم اگر بخواد بشه ایدئولوژی، یعنی همه باید از اون پنجره نگاه کنن و کسی حق نظر و نقد نداشته باشه و پاره‌ای از اون چیزی که به درشون می‌خوره انتخاب کنن، بقیه رو مخفول بگذارن، اونم ممکنه آدم رو به قهقرا بکشونه. شاعر هم اینطوره، یعنی وقتی که شاعر دینی منظورمه، یا اونایی که مدیح سرایی میکنن، مرسی سرایی میکنن، از مناقب و فضیلت های بزرگ اولیا میگن، وقتی شدن دولتی و چیزی رو باید بگن که اتفاقا هم میگن که مورد توجه اوناست. متاسفانه این پدیده از مثلا حدود شاید 20-25 سال بعد خیلی شدید شد. یعنی جامعه اون دستاوردهای نخستینی هم که آقای کاکای اشاره کردن که اول انقلاب به وجود اومد، یعنی اندیشه ای آدم های بزرگواری مثل آقای متحری که اومده بود، الان به قربت رفت. شما تقریبا امروز تو محافل خیلی رسمی، شاید حتی اگر بخواد از آقای متحری بگید، از صالحی نجف آبادی بخواد بگید، از شریعتی بگید، ممکنه براتون مشکلی ایجاد بشه. ولی میدان برای مثلا کسانی که هرچی میخواهن میگوین، به نظر من بعضی از این بزرگواران از گویششون من حس میکنم، نحوه خوندنشون، شاید این یه خود بیادبی باشه، من و اون آقایون ببخشن، ولی من فکر میکنم باید آدم این حرفا رو بزن. در تمام عمرشون اینا که اینقدر تقویت میشن، حمایت میشن، میدان پیدا میکنن، در تمام عمرشون شاید یه دونه کتاب مهم نخونده باشن، بماند اینکه تو مقاتل به نظر من به منابع اولی اصلا دسترسی ندارن. متاسفانه این فضا تشدید شد، چون سعی شد جامعه به سمت احساسی شدن پیش بره، جامعه عقلانی به دوری افکنده شد، نقد و نظر و پرسش و گفتگو و گرفتن گریبان افراد و گفتن اینکه این
مثلا متنی که شما دارید میخونید با اشکال روبروس یا این مثلا مقتلی که دارید میخونید با ایراد روبروس، این کمی ترس‌آور شد، کمی مشکل ساز شد، عوضش میدان به اونا داده شد، چون حکومت معمولا اینجور فضا رو میخواد. آثارش چیست؟ ممکنه آثارش ترویج این تفکر، ترویج احساسیگری است، ترویج شور، ترویج هیجان، چیزی که به درد حاکمان میخوره. و این شور وقتی زیاد میشه، البته به احساس یکی از بخشای عمیق و مهم شخصیت ماست. رومانتیست‌ها این رو به همون راسیونالیست‌ها اون موقع تذکر میدادن که شما انقدر عقلق نکنید که این طرف احساس دچار لطم میشه، شما به احساس لطیف عمیق نیازمندید. ولی وقتی همه چی احساس شد و دیگه فکر و اندیشه و نقد و نظر از میدان رفت، یه جامعه رو راحت میشه باش بازی کرد. یعنی دیگه اون جامعه در نابالغی عقلی میتونه باقی بمونه، اون جامعه حتی در نابالغی اخلاقی میتونه باقی بمونه. به همین دلیل متاسفانه پیروان این نوع گروه ها که بیشتر احساسگرا هستن، یک، دوم منافع حاکمیت یا حکومت ها رو سعی میکنن تامین کنن، دو، نگاه کنید با هر سازی میرقصن، هر آوازی، هر شعری، هر مفهوم بی‌معنایی که گفته میشه اینا اشک میریزن، داد میزنن، ولی بعد میره تو رفتار عمومی هیچ تأثیر مهمی ایجاد نشده. حالا من نمیدونم اینجاش من بگم شروع کنم ایشون بخواد بگه، شما این مثلا این فضا رو نگاه کنید، مثلا فرض کنید در مرثیه گویی مقایسه کنید، حتما از آقای کاکایی یا احیانا بنده یا افراد دیگه شنیدید، این رو بذارید فکر کنم شاید مثلا جزء بحث بعدی باشه، من اون موقع بیشتر توضیح میدم. اینو بذارید مثلا وقتی که مثلا مولوی میخواد از حضرت علی صحبت کنه یا میخواد از فرض کنید امام حسین نگاه کنه. من معتقدم در تمام تاریخ شیعه یه نفر نبوده تا حالا اینجوری اینقدر دقیق در حالی که داره از فضیلت اون میگه، داره یه جوری مرثیه میکنه در مورد امام حسین، یعنی در دفترششون یه جور مرثیه خانی مولوی است. اما اینو بذارید با اون فضایی که بازم تاکید میکنم خرد مغلوبه، احساس غالبه و حاکمیت دنبال یافتن منافع خودشه، از هنر، از دین، از فلسفه، حتی اون چیزی رو برمیتابه که بتونه راحت تر مثلا به متامع و اهداف خودش برسه. بحث جامعه ما نیست، هر کجای دیگه هم اینجوری است. یعنی وقتی حکومت ها ایدئولوژیک میشن، یعنی یک آینی رو، دینی رو در واقع تحت پوشش خودشون قرار میدن تا پشت اون بتونن اهدافشون رو پیش ببرن، بسیاری از حقایق اون تفکر رو حذف میکنن، گزینش اون چیزی که به دردشون بخوره برمیگزینن. و بعد وا مصیبتا اگر اینا تو حوزه علم، فرقی نمیکنه، این دورانی که استالین برای خودش واقعا آدمای مثل لیزینکور و دیگران رو استخدام میکرد، یا بعدها هیتلر، ببینید چقدر توی بحث مثلا نژاد پرستی و امثال اون افرادی رو استخدام میکرد که اتفاقا کشتار رو توجیه میکردن، بحثای علمی میکردن، کارهای کاملا علمی میکردن که هیتلر حق داره مثلا آشویتس رو درست کنه. به لحاظ علمی مارکسیستا استالین چقدر بیرحمانه ترین رفتار قصفات آلود انجام میداد، ولی بعد یه آدمای میمدن و توضیح میدادن، میگفتن این رفتار علمی، چون مارکسیسم علم دانش علمی است، مخالفان او در واقع مخالفان حقیقتن. به همین راحتی راه رو برای تصحیح حسابای خونین باز میگن. مداح و روزخان و روحانی و فلان وقتی آویخته شدن به دستگاه قدرت، یعنی معیشتشون از اون طریق تنظیم شد، اون وقت دیگه فاتحه حقیقت رو باید خوند. یه میگم فهمیدین من یادم رفت سوال بگم از اینکه فقدان شخصیت های بزرگ، والا فقدان که تقریبا میشه گفتش که ای کاش میگفتیم مثلا، ای کاش، والا من سواد ندارم این سوالشون درست جواب بدم، ولی من فکر می‌کنم اشخاصی که ایشون نام بردن، مثلا شیخ مرحوم، بله مرحوم رضی یه شخصیت کاملا متفاوت بود، ولی مثلا شیخ طوسی، شیخ مفید، بعدن میاد همین کار رو نگاه پیدا می‌کنه. اتفاقا شاید حالا با هم آقای استاد دوست نازنین ما شاید به من خورده بگیرم، من اتفاقا با اینکه شیخ مفید واقعا آدم نیرومندیه، شما میشناسید، هم متکلمه و هم فقیه، اتفاقا معتقدم تاریخ حضور این بزرگوارانه. شما شیخ طوسی رو میبینید تو تاریخ، شما شیخ کلینی رو تو تاریخ میبینید، شما شیخ مفید رو میبینید، و بعد اینا افکار در حقیقت فقهی اینها غلبه میکنه، نه اینکه این بد باشه. من بازم یکی از اتهامات بنده است تو این جامعه که آقا شما فقه ستیزید، من باباشون روزم با همون احکام و قواعد شرعی هم روزه گرفتم، نیست واقعا اینجوری. من این فربه شدن فقه، این پر کردن جای عرفان، پر کردن جای فلسفه، این رو مضر برای جامعه میدونم، دلیلم دارم. و بعد از این بدتر این تلقی که از فقه برخواست، یعنی خدایی که الگوی خدای اربابه،
امامی که به جای عقل آدم ها میشینه، قیامتی که روح باوره، اینها رو معتقدن. این تفکر اومد غالب کرد و اتفاقا محتوای شعری، هنری، فلسفی ما رو حقیقتا بهش آسیب رسون. اون وقت اتفاقا غلبه با امثال شیخ مفید تو تاریخ، بزرگواران مثل شیخ کلینی نقله، یعنی اون ای کاش میگفتیم فقدان مثلا فرض کنید ابن سینا، ابن رشد مخصوصا، ای کاش میگفتیم فقدان مثلا فرض کنید ابو سعید عبدالخیر، با یزید بسطامی، فقدان حافظ، فقدان مولوی. ببینید الان نگاه نکنید به خاطر زحمت ادعی متفکران بزرگ شما هی مولوی میشنوید، آقای کاکایی بهتر از من میتونن. من خودم اول انقلاب، تازه اول انقلاب رفتم تو این کوچه حاجی نایب که این کتاب فتوحات مکی رو می‌خواستم، واقعا یه آقای عصبانی من تو سر خیابون دنبال کرد، اینکه در رفتم، نه اینکه بترسم، تعجب کردم که این چه مثلا فرض چه اینجوری رفتار میکنه. تا مثلا 7 8 سال پیش آقای جوادی آملی، آقای حسن زاده آملی، الان مصاحبه تیم حفشن اینا در سایه داشتن تحت اون فسوس لکم که در حقیقت طبیعی اون توضیح اندیشه های نظری محی الدین عربی بود، به هیچ عنوان بیرون نمی دادن. یعنی درسشون تو این کاست می مد، به اون کاست ها مخفیانه بود، خودشون هم تحت شماتت های سنگین بودن. فقدان متکلمانی از جنس شیخ طوسی نبود که به نظر بنده تاریخ ما رو به اینجا رسونده. به نظر من فقدان متفکران بزرگی بود، مثل شاید مولا صدرا، بعد پیشتر از، با اینکه من منتقد این تفکرم، یعنی اینا اندیشه ارسطویی داشتن یا مولا صدرا که بیشتر گرایش افلاطونی یا فلوتینی داشت، اما با این وجود شما چراغ فلسفه می‌بینید تو تاریخ ما اتفاقا خاموشه، چراغ عرفان هم ضعیف و ناتوانه، یه گوشه ای رفته خزیده. مولوی اگر نمی‌رفت اون آناتولیه، نمی‌دونم همین به سبب اون و امثالهم اینجا یا می‌کشتنش، اصلا مولوی نمی‌شد. یعنی فرصتی پیدا می‌کنه میره اونجا میشه مولوی، یا اون فضا رو پیدا می‌کنه. یا مثلا حافظ تو این فضا داره بزرگ میشه، دلش خونه از اول تا آخر، داره از ریا و تملق و سالوس و دورنگی و صدرنگی و هزار جور آدم‌های فلان میناله. بنابراین واقعیتش اینه، این پرسش بزرگ باشد، من نمی‌فهمم، ما اینو می‌تونیم با هم بحث کنیم بعداً، ولی من معتقدم که فقدان یه انسان‌های بزرگی مثل اندیشه که جاری نشود، مثل حلاج، مثل ابو سعید، خصوصا شخصیت های مثل ابو سعید رو دارم میگم، امام محمد غزالی، نمیدونم احمد غزالی، ابن سینا، فارابی، ابن رشد، ابن باجه، فقدان چنین شخصیت های تو تاریخ به عنوان یک جریان طبیعی ما رو به این روزی انداخت که میبینیم که متاسفانه تلقی های روشن چون از دین نداریم، بنابراین در همه حوزه ها با مشکلات واقعا جدی روبرو هستیم و تولیدات خیلی بالایی نداریم. شاید اگر تاریخ اونجوری میشد یه جور دیگه اتفاق میفتاد. برای تشکر کنم، برای صحبت یا توضیح بدم، گویا یکم وقتمون محدودتره، باید با سرعت به سوال جواب بدم تا اونجا که بیرونمون کنن ما به بحث اصلی مطلب میپردازیم. و در ضمن در مورد این سوالها، سوالهایی که گروه های پژوهشی ما طرح کردن و دقیقا هر گونه نقدی کاملا بهش وارده و دقیقا ما میخوایم همین چیزها رو بشنویم و سپاسگزارم از صحبت. و سوال بعدی از جناب کاکایی، امروز حکومت جمهوری اسلامی ایران نسبت به دوره قبلی، یعنی حکومت محمد رضا شاه و رضا شاه، بهای بیشتری به شاعران آینی داده و این بهای خاص بعضی وقتا در دیدگاه اهالی هنر این مفهوم رو باور کرده که شاعران آینی نویس و حالا شاعران دینی نویس شاعران حکومتی هستن. چقدر این به خصوص این که شاعران بعضی اوقات مطرح افراد حکومتی رو هم میکنن، چقدر این تفکر نظام قابل نقد هستش و چقدر این تفکر اهالی هنر، و همینطور دلیل تغییر ماهیت و جهت شعر آینی از اون جنبه حماسی و اعتراضی که داشت، این بحث دارای تغزلگونش و اون به سن مطالب ماورایی و اقراق‌آمیز و فرازمینی، چه اتفاقی افتاد که این حالت گذار از حماسی به این سمت تهی میشه؟ خب فتیله‌ای که سال 57 روشن شد در خصوص شبیه‌سازی رهای دینی با اتفاقات سیاسی در تقریبا همه حوزه های هنر، هم هنرهای تجسم، هنر نقاشی، هم در ادبیات، در حتی خطابه ها و بیانات رهبران سیاسی ما شاهد بودیم که شبیه سازی روز به روز داره برجسته تر میشه. موضوعی که آقای دکتر مهدوی اشاره فرمودن، نابالغی عقلی سبب شد که احساس فربه بشه و شعله ای که افروخته شده بود روز به روز افروخته تر بشه و ما در
دوران شورش جوانی و ناپختگی نام خیلی از احساساتمون رو شاید کشف و خلاقیت و تکامل فکری میدونستیم. از اون جمله مثلا تجدد ستیزی که در شعر انقلاب در دهه 60 وجود داشت، اینا رو من جزو در واقع آسیب شناسی شعر آینی و شعر انقلابی دارم مطرح میکنم که پاسخی به سوال شما داده باشم که نظام و حکومتی، مدیران در واقع فرهنگی نظام و حکومتی مبلغان شاعران بودند در واقع در این جهات، یعنی امکانات عرصه و میدان زمانی در اختیار قرار می گرفت که در این مسیرها حرکت می کردی. همین سبب می شد که گروهی از شاعران برخی از در واقع دچار برخی از آسیب‌های فکری بشن. بر فرض مثال عرض کردم موضوع تجدد ستیزی در زمان شعر جنگ خیلی برجسته شده بود، خیلی از شاعران و با مظاهر مدنیت و شهر ستیز داشتن، از شعرهای خیلی معروف ستیزنده با مظاهر مدنیت و شهر در شعر انقلاب شهر به شعری مثل سلمان حراتی، مثل محمد رضا عبدالملکیان قطعاتی. خود بنده هم چند مثنوی از جمله از این قطعاهای وارز دارم که ستیز و بازگشت به دوستا، بازگشت به در واقع به قول سلمان حراتی میگفت ما در شهر نشسته ایم یکی بیاد زباله های من را ببرد، پل هوایی تنها فاصله است که آسمان را از ما مزایقه میکنه. گسترش این شکل از تفکر و این نگاه عوض این که رفته رفته اجازه بدن تحلیل بشه اشاره دادن و این تشویق شد و مسیرها به این سمت رفت تا جایی که به هر حال بلوغ عقل متوقف شد و احساس فربند شد و دامن به احساسات زده شد و الان ما شاهد در واقع شیوع نوعی از شعر آینی هستیم که در او جستجوگر در واقع جدال فرقهی به جای اینکه بس دهنده اندیشه های ناب دینی باشه و اسلام رو جدای از نگاه ایدئولوژیک یک نگاه جامع و کامل داشته باشه. اما خب می شود گفت تا نوعی جفا در به نوعی جفا هم در حق این شاعران شد، یعنی این مرزهایی که نظام سیاسی ایجاد میکنه و گلخانه ها، من تعبیر گلخانه ها رو به کار میبرم، گلخانه هایی که تأسیس میکنه و شاعران رو در اون گلخانه ها نگهداری میکنه، استعدادهای بزرگی هم مورد جفا قرار میگیرن. ما شاعر مثلا نواندیشی مثل سید حسن حسینی یا مثل قیصر امینپور داشتیم که افق نگاهشون خیلی گسترده بود، اما از سوی منتقدان و کسانی که به قول خودشون شاعران مستقل یا دگراندیش تلقی میشن، به اینها هم شاعر حکومتی اطلاق میشد. خب این خیلی غیر منصفانه است، هم نگاه منتقدان قابل نقده و هم به هر حال مدیریت فرهنگی که نظام فرهنگی نظام سیاسی ما برای پیشبرد ادبیات دنبال میکرد. هرچون فرمودید کوتاه بگم، من نکته رو کوتاه سپاسگزارم. سوال بعدیم رو از جناب آقای دکتر مهتبی میپرسم. در بین اهالی شعر و ادبیات همواره مرزی بین اشعار آینی و حالا اشعار دینی و اشعار عرفانی بوده و البته این حرف نشان از تقابل این دوتا موضوع نداره، اما تمایل بیشتر مردم به اون حالا ژان یا به اون موضوع ادبیات عرفانی بیشتره، به خصوص که مردم تمایل بیشتری دارن که مولانا بخونن، عطار بخونن. تا چه حد ادبیات ایران یا حالا مزامینی که در ادبیات هستش شما باش آشنایی در 100 سال اخیر ایران به خصوص دوره پس از انقلاب با این از این مزامین عرفانی که مولانا یا حالا عطار یا حتی در بعضی از آموزه های مثلا عرفای بزرگ داشتیم، حالا نام هم بردید در صحبت قبلیتون بایزید بسام یا غیره، چقدر این مرز داره گسترش پیدا میکنه؟ اصلا این فاصله ای هست؟ اگر این هست چگونه میشه ارزیابیش کرد و این مشکل رو حل کرد؟ وقتی عرض کردم دین شکل در واقع تلقی دینی وقتی به صورت انسانی تر و اخلاقی تر و شاید معنوی تر عرضه بشه، اون وقت میتونه تأثیر خیلی خیلی گرانبهایی رو در همه عرصه‌ها علی الخصوص ادبیات و شعر و هنر به وجود بیاره. واقعیتش باید مولوی رو، حالا من یه خود عقب برمیگردم تو سال یه کمی متاسفانه پاسخ من شخصا با اون محدوده ذهنیم عقل ناتوانم یک کمی ناامید کننده و منفی است، ولی وقتی ببینید در همین فضای دینی یه شخصیتی مثل مولوی برمیخیزه، البته ادبیات مولوی ادبیات عرفانی است. یه وقتی شما میگید که فلسفه، برای اینکه من کوتاه صحبت خواهم کرد خیلی سریع بگم، یه وقت میگید فلسفه
اینجاست که شما وامدار هیچ دینی نیستید، یعنی قیدتون، بندتون، دغدغتون، همه تفکرتون معطوف به هستیه، معطوف به انسانه، نه انسان مسلمان یا انسان مسیحی یا انسان یهودی. وقتی صحبت از هستی میکنید مرادتون صحبت از خدا نیست، صحبت از یهوه نیست، صحبت از نیروانا نیست، مطلق هستی، بحث انسان، بحث زندگی. یا شما وارد حوزه فلسفه میشید با اون متدهای عقلانی. اما یه وقت شما یه دغدغه دین خاصی رو دارید، یعنی میخواد مبانی مثلا دین اسلام رو محکم‌تر کنید، ازش دفاع کنید، یا بعضی از موزلات و مفاهیم بغرنجش رو شرح بدید، تبیین کنید، این میشه همون الهیات. الهیات فرقش با فلسفه اینه، فلسفه به مطلق هستی، به بحث معرفت، به بحث انسان میپردازه، در حالی که الهیات به دین ویژه برای دفاع از او، نقد او، اصلاح او، تبیین او، توضیح او میپردازه. اینجوریه فرق بین شعر دینی و اینکه دین تأثیر میذاره. اتفاقا یه همچین فرقی است، یعنی شما یه وقتایی تمام هنرتو بردی که یک بخشی از مفاهیم دینی رو در قالب هنری که بهش رسیدی، اون قوت خلاقه نابی که تحت عنوان یک شاعر داری، اونو توضیح کنی و یک مفهوم توضیح میشه شعر دینی. اما یه وقت تأثیر دین در یک شعر است، در یک شخصیت. مولوی واقعیتش فراتر از ادبیات دینی است. مولوی رو یه آدمی میبینید که من بعضی وقت حیرت میکنم، باور کنید تو تاریخ ما هم طور که باز آقای کاکاوند عزیز اشاره کردن، استاد بزرگوار، آقای کاکایی معذرت، آقای کاکاوند، یاد آقای کاکاوندم بخیر، گوهم البته انسان فاخر و بزرگواری است، اما تو شما چیز دیگری برای من خیلی دوست دارم واقعا نرد فاضل بود. واقعیتش ببینید، من یه تیکه با که من خیلی عرض کردم توی محدوده ذهن خودم دارم صحبت میکنم، به من به اندازه میزان بضاعت اندکم باید نگاه کنید. من نگاه میکردم که اتفاقا در اون جلسه که برای بزرگداشت شمس بود، همه مولوی شناسان بزرگم بودن، سخنرانی من این بود که مولوی سقراط شرق. واقعا این خیلی عجیبه، درسته یه جاهایی مولوی رو میبینید که کمی عصبانیه، ولی متعصب نیست همطور که فرمودن، اما سقراط واقعا شرقه. یه آدمی بیاد بگه مثلا بی نهایت حضرت از این بارگاه، صدر را بگذار، صدر توست را، شما این حرف رو هیچ کجا غیر از اون فرهنگ یونانی ناب طلایی سقراطی نمیتونید پیدا کنید تو تاریخ، نمیتونید، تو تاریخ ما نیست. شما نمونه شو به من نشون بدید، پیدا نمیکنید الا از امیرالمومنین، که اونم خیلی عجیبه واقعا، یعنی بخشن بعضن تو نقش و بلاغه شما میبینید. میبینید وقتی من معتقدم این ریشه های دینی داره، اتفاقا ریشه های یونانی نداره، گرچه مولوی انقدر ذهن بازی داشته، با اندیشه های یونانی آشنا بوده کاملا، با فلسفه، با کلام، ولی تاثیر دینه که یک آدم رو انقدر فربه میکنه، روحشو باز میکنه، غنی میکنه، چاق میکنه. و چرا مولوی میان ما باقی میمونه؟ چون اون چه که میگه انسانی تره، بازم دارم میگم، یعنی وقتی شما به عنوان یک انسان، نه به عنوان یک مسیحی، نه به عنوان یک یهودی، نه به عنوان شیعه، نه به عنوان سنی، به عنوان انسان نگاه میکنی، میگه این با من آشناست. اون تعبیری که اول مثنوی داره، میگه دید شخصی فاضلی پرمایه آفتابی در میان سایه، بعد میگه ترجمانی هر چه ما را در دل است. خیلی این حرف عمیقه، دستگیری هر که ما، هر که پایش در، هر که پایش در گل است، ترجمانی هر چه ما را در دل است. اصلا ما به عنوان یک انسان، گویی تو اومدی گره منو داری باز میکنی، گم شده منو داری به من میگی، لایه‌های عمیق از وجود منو داری کشف میکنی، توضیح میدی. و شما این رو بردارید بیارید تو، مثلا فرض کنید متاسفانه تو ادبیاتی که بعدن غالب شد، یعنی مثلا در دست همین مولوی، حالا اینو بزنم تا حرفم بیاد، چون فکر کنم دیگه دوران داره، زمان میگذره، شاید به وجود نیاد که من بگم، همین آدمی که اونجا اخلاقی، انسانی، فکورانه و بسیار عمیق واقعا صحبت میکنه، اینو جدی دارم میگم، من اغراق نمیکنم، حرفایی در مولوی است که من گاهی اوقات احساس کردم امانوئل کانت بلند شده، از قبر اومده، در تاریخ شرق داره درس روشنگری میده. ممکنه بخندید، ولی من اینو در جمع همه فیلسوفان و بزرگواران گفتم، دلایل من گفتم دیگه، حالا دلایل من شاید ضعیف باشه، قوی باشه، کار ندارم، ادعای من اینجوری است. همین آدم وقت شما امام حسین رو به دستش بدید، ببینید چه قیامتی به پا میکنه، چه قیامتی به پا میکنه. همون ابیاتی که هم از استاد کاکایی، از دیگران، از اساتید دیگه شنیدید، از مندم حتما شنیدید، که میاد اون عزاداری رو نگاه میکنه، شیون و زاری رو نگاه میکنه، لابه و گریه رو نگاه میکنه، بعد این ساختار زندگی این آدما رو نگاه میکنه که به هم دروغ میگن، تقلب میکنن، متاسفانه بعضن بینشون یه جرائمی هم ساری و جاریه، ولی بعد برن گریه و لابه و ناله هم میکنن، بعد میگه عذاب بر خود کنید ای خفتگان، زان که بعد مرگیسین خواب گران،
روح سلطانی ز زندانی برست، جامعه چه در رانی. ببینید چقدر فاخره. شما به بنده نشون بدید که یه دون از این شیعانی که اتفاقا مولوی رو هم خوندن شعرش رو یه مدت حرام میدونستن، تو خواب میدیدن که ایشون شبیه بوزینه است و امثال هم، اینقدر عمیق، اینقدر وسیق، اینقدر بزرگ در مورد واقعا مثلا امام حسین یا امام علی یا حتی حضرت زهرا بخواد اینقدر فاخر صحبت کنه. ما تو 100 سال اخیر نمیدونم چه با همه جنبش های روشنگرانه که رخ داد، تاریخ مشروطیت، آثار بسیار گرانقدری که در فلسفه سیاسی رخ داد در همین دوره های اخیری که به وجود اومد، ولی من نمیدونم زخمی که در دوران صفوی در ادبیات دینی، حالا با اون فرضی توافقی که صورت گرفته، در مرثیه سرایی، در گفتن مثلا ذکر نمیدونم مصیبت اهل بیت، ذکر خصوصیت اهل بیت، متاسفانه این هنوز که هنوزه، این ادعای من شاد آقای کاکا اینو نقد کنه بگه نه چنین نیست، ولی هنوز که هنوزه داره از اون زخمی که در دوران صفوی خورد داره آسیب میبینه. شما الان میبینید تو روضه‌خوانی‌هاتون هنوز ملا حسین کاشفی مثلا حضور داره، یعنی روایاتی که او میاره مثلا بعضی از واعظان مطرح و بزرگ تهران مثلا آقای انصاریان با همه احترام ها، که من اینا دیگه بحثای علمی است، ایشون هم با بدون مثلا احترام نام بزرگواشون میبرم، مثلا به عنوان یه شخص برجسته دوران ما همون روایات جدی داره گفته میشه. شما مثلا اون عیون یه کتابی بود مرحوم مجلسی جلال عیون، شما حتما دیدید دیگه، مثلا دیگه شما اون آثاری که از مرحوم نراقی باقی موند، آدم وحشت میکنه، تصویر تقدیری از امام حسین، یه تصویر غیر عقلانی از امام حسین، تصویر خرافی، او همچنان میاد و حضور پیدا میکنه. خب حاصلش چیست؟ برای چون عقل ستیزه، از توش هیچ برداشت اخلاقی در نمیاد. شما آدمای بزرگی ان، مرحوم فلسفی آدم کوچکی نیست، مرحوم ملا مهدی نراقی همون کسی که جامع سادات رو نوشته، آدم خیلی خیلی بزرگه. بیاید مثلا مرحوم قمی نفس المحموم، خدا رحمت کنه مرحوم، اگه گفتین البته اینو برام جرم، این کتاب لحوف سید ابن طاووس، تمام این آثار شما بخونید به عنوان یک متن مرثیه در مورد یک حادثه بزرگ بی‌نظیر تاریخی، یعنی کربلا. واقعا دارم میگم، مثلا احساسات نمیگم، بی‌نظیر تاریخی. شما اینا نگاه کنید، از توش فقط خون میاد، خشونت میاد، خرافات میاد، حرفای غیر منطقی میاد، هیچ الگوی اخلاقی ازش در نمیاد. واقعا هیچ، دارم میگم شما واقعا مثلا بهترینش دیگه لحوف دیگه، آهی سوزان بر مزار شهیدان، اگه کسی با خانومش دعوا کرده، تو محل کتک خورده، از کار اخراج شده، به بهانه امام حسین این کتابو بخونه خیلی گریه میکنه. اما اینکه واقعا یه ارتباط عاطفی منطقی عقلانی عمیق با این روح بزرگ برقرار کنه، از اون به این دلیل که من اتفاقا معتقدم که من باز اینو باید آقای کاکایی پاسخ بدم، من سواد ندارم، ولی شما میبینید تو ادبیات دینی 100 سال اخیر رد پای ممکنه تصوف رو ببینید، ممکنه رگه های از تصوف رو ببینید، ولی اون عرفان زنده حیات بخشی که به زندگی معنا میبخشه، به آدم جرأت فکر کردن میبخشه، دلیلی مجاهده با نفس میبنه، تقریبا حذفه، یعنی خیلی قلیل، نه که نیست. همین شاعران معاصر بعضی از اشعارشون گاهی اوقات آدم رو دگرگون میکنه، مثلا شاید مثلا کم اسمشون نوشتیم مثلا، ولی تفکر قالب، اون گفتمان قالب شما میبینید شیون است و زاری است و لابست و ناله و تاختن به اون ادبیاتی است که از مثلا تفکر شیعه میخوان یه تلقی های انسانی بدن. ریشه همه اینا هم بازم من و خیلی گذشت، خیلی حرف زدم، خیلی وقت خدا منو جای دعوت نکردن، نمیدونم ببخشید، یه دفعه عقده ها گشوده شد و این ناخودآگاه من، بله ای شما فکر میکنم که این 100 ساله شاید اگر بیراه نرفته باشم، باز به همون دلیل خاموشی چراغ نقد و عقل و غلبه تفکرات حکومتی و البته تفکرات فقهی، میبینیم عرفان در شعر 100 سال ما غنی نیست، نه اینکه نیست، قوی نیست، گفتمان غالب نیست. من اصلا این پشت یه رو وقت گرفتم که یه رو به هشت این دوتا سال آخرمون هم بپرسیم اساسی داری لطف کنم به هر سال در حد یعنی ما باید چه کنه همون بده افتار میدم و به همون ما هم به همین هوا مونده بودیم. این ادبیات دینی بود، یکی میخون میگو امشب از مثلا حضرت علی اکبر نمیگم دلتون بسوزه، یا از مظلومیت رو امشب بهتون میگم مشکل عجب قلاه شام نده تمام وجودتون بسوزه. به حد سه الان چهار دقیقه پاسخ دادم من خودم ببخشید آقای کاکا.
کاکایی من اطلاعات کردم خیلی هم مزید شما که انقدر جلوی روشنفکران و بزرگان مثل آقای مهدوی رو نگیرن و اجازه بدن که صحبت و مصاحبه بکنن یه صلواتی هم بفرستن. نه شرمنده میکنم. سلام از آقای کاکایی میپرسم در حد 3-4 دقیقه که لطف کنید. امروز تمایلی بسیار از خوانندگان و اهالی شعر به سمت آثار نئوکلاسیک و اشعار مدرن و پست مدرن حالا اونجور که مطرح میشه و یکم پیش به سمت شعر آوانگاردیسم ایران داره، تا چه حدی اشعار آینی امروز از این روند حالت گذار به سمت مدرنیته دور هستند و تا چه حدی شما تحلیل میکنید که آیا ممکنه همچین چیزهایی برسه بهش بهتر باشه، یعنی اشعار آینی برسن به شعر مدرن و حالا اشعاری که یکم به سمت حالت گذار از اون حالت گذشته خودمون هستن، آیا به اون سمت برسه بهتر میشه؟ اگه میشه تحلیل و راهکارتون در مورد این قضیه چیست؟ خب این توسعه ادبیات آینی به حوزه قالب‌های نو و شعر جدید روزگار ما بستگی به علاقه و علاقه مخاطبان آثار آینی داره و طبیعتاً با فرهنگ اونها، با نوع نگاه اونها، نگاه زیباشناسانه اونها به ادبیات مرتبطه. طبیعیست من مخاطبان آثار آینی طبقات عمومی جامعه هستن و اینها بیشتر همونطوری که به هر حال پافشاری بر سر حفظ سنت ها، سنت دیرینه ما ایرانی ها بوده، از بعد دوران تجدد در مواجهه با هر اصل فرهنگی جدیدی مقاومت بوده، رفته رفته پذیرفتیم و پذیرشش ایجاد شده. مقاومت هایی هم که در شعر سنتی میشه بخشش هم پایگاه اعتقادی و مذهبی و دینی داره، اغلب نغمات مراسی که مدعان بر منبر میگن مبتنی بر آثار کلاسیک شعر فارسیه و چون نوعا مخاطب ها هم به اون گونه از آثار علاقه مندن، دل میبندن. در سالهای بعد از انقلاب خوشبختانه جزو در واقع دستاوردهایی که میشه به قدرت ایستاد و ازش دفاع کرد و دلیل آورد گسترش یافتن شعر آینی به حوزه شعر نیمایی و شعر فرانیمایی یا پسانیمایی است که مشخصا در چند چهره به خصوص مخصوصا مرحوم سید حسن حسینی شکل گرفت با در واقع کتاب معروف گنجشک و جبرئیل ایشون. پیشتر از آقای حسینی البته خب این زمزمه ها در آثار آقای گرمارودی و خانم صفارزاده شده بود، اما خوشبختانه با روی کردی که قشر جوان روشنفکر و دانشگاهی ما به شنیدن آثار مذهبی و نغمات دینی در قالب‌های سفید از خودش نشون داد، شعر سفید یا جریان شعر جدید که به هر حال یک زبان تازه است برای بیان حرفای انسان امروز، به هیچ عنوان گاهی اوقات احساس میشه حرفای انسان امروز در قالب‌های سنتی گاهی اوقات بیان نمیشه، یعنی این نوع نگاه لازمش اینه که این ترکیب اوزان سنتی در هم بریزه و اون نوع نگاه چنین میطلبه. به هر حال خوشبختانه این اتفاق انجام شده، در حال حاضر میشود گفت متوازن در هر دو حوزه شعر کلاسیک و شعر نو ما آثار غنی مذهبی و دینی رو شاهد هستیم که شکل میگیره. سپاسگزارم استاد عزیز. سوال آخر رو از جناب آقای مهدوی میپرسم. از لحاظ آسیب شناسی شعر آینی ما صحبت‌های زیادی رو کردیم، ورود خرافات و مهملات و تغییرات قلاب‌آمیز و اینها، چقدر این جامعه دینی روی همچین مطالبی تأثیر گذاره و چرا ما فقط نقد حکومتی رو انجام میدیم و باید به اصطلاح نقدهای کسانی که تریبون دین هم به اصطلاح دارن رو ببینیم؟ چه بسا که حالا من تو خطبه معروف منا میخوندم که علما موظف هستن که پاسخ بدن به همچین قضایایی، سکوت نکنن در مورد همچین قضایایی. به نظر شما در کنار حکومت آیا این مثلا علمای دینی هم این تأثیرات منفی رو داشتن؟ چون ما 5 دقیقه بیشتر زمان نداریم، خیلی کوتاه از رو خیلی اصلا ممنون. ببین این پرسش که دوست نازنین مطرح کردن در واقع جنبندی صحبت منم هست، یعنی از تیکه تیکه یا پاره پاره اون پازل رو کنارم بذار خود به خود در میاد. یعنی تاریخ فرهنگ ما بعد از به نظر من مرگ امیرالمومنین و حادثه و فاجعه عاشورا دیگه میشه یه تاریخ نقلی، یعنی هم اتفاقی که در اروپا رخ داده اون 4 دقیقه رو حواسم هست واقعا. یعنی وقتی ایمان میاد مرتبه در اروپا، تازه ایمان برتر شده از عقل، یعنی کاری که آگوستین کرد، آگوستین با که عارف بود، یه آدم مشرب والایی داشت، انسان بزرگی بود، ولی
آدم های بزرگ وقتی خطا میکنن جمع کردنش و پیامدش واقعا آسیبش خیلی بالاتره. اون به هوایی که داره آدم ها رو به سمت سعادت سوق میده اومد عقل رو درجه دو کرد و ایمان رو درجه یک، ایمان رو در صدر نشاند و بعد که عقل با تابع ایمان باشه. البته ایمان هم که رو هوا نبود، ایمان تبیینش از طریق کلیسا بود. به این ترتیب عقل و انسان ها تابع فهم کلیسا شدن. این بلا در تاریخ بر سر ما اومده ولی هیچ وقت ازش پرده برداری نکردیم. ببینید این حرفا رو من واقعا از سر دلسوزیستی که یعنی یه معلم غیر از سلاح نقد مگه چیزی دیگه داره و اصلا ازش اینو بگیرن چی میمونه براش؟ یعنی همینجا الان همه بحث سر این بود که آدم ها حکومتی نشن، حکومتی شدن یه وقتایی رسمیه، یه وقتش هم خلاصه آدم از ترس جانی مالی حقیقت رو کتمان میکنه. البته الان جامعه ما هم به اون بلوغ رسیده که امکان این گفتگوها واقعا دیگه مجازه و جایزه، داره انشالله ترویج میشه و حتما اون کسانی که شاید نگران شنیدن این حرفان میدونن که این گفتگوها جز خیر و برکت برای فهم عمیق‌تر از دین، رشد فکری، رشد اخلاقی واقعا خیر و سود دیگه‌ای نداره. اینطور نیستش که کسی ایمانش با این حرفا متزلزل بشه. ولی همون اتفاقات قرون وسطا که داریم میگیم، من نمیگم وحشیگریاش، نمیگم اون تفتیش عقایدش، وسطا به معنای دوران بین مدرنیته و دوران باستان به این معنی را عرض میکنم، همون تلقی تو تاریخ ما پیدا شد و کسی ازش خبر نداشت. یعنی اینجا تاریخ اصلا تاریخ تقریبا بیش از 1400 سال ما، یعنی به غیر از اکثرمون منابع اولیه که در اختیار داریم، شخصیت های مثل نهج البلاغه و اون بزرگواران، اونا تقریبا فعلا حذفن، اصلا تو ذهن ها نیستن، حضور ندارن، نقش ایجاد نمی کنن، تأثیری تو ادبیات، شعر، هنر نیست. شما نمیتونید بیاید تو فلسفه سیاسی، گفتم مثلا امام علی کجاست؟ تو هنر، تو سینما بخشی عظیمی از ادبیات نیست. چرا؟ این همه حرف من اینجا بود، گفتم به دلیل غلبه نقل بر عقل، برای اینکه نقل شما رو به سعادت راحت‌تر و آسان‌تر میرسوند تا عقل. عقل خطاپذیر، عقل گناهکار، از توی عقل کمونیسم در میاد، توی عقل تفنگ در میاد، تکنولوژی در میاد، اینا مضرن. غرب ستیزی به نوعی عقل ستیزی است. فکر نکن که از جغرافیای آمریکا بعدشون میاد، اگه بعدشون میومد که اینقدر خودشون بیشتر از ما نمیرفتند و سر نمیزدن اونجا، تحصیل نمیکردن یا سر نمیزدن. نه، مراد از غرب، مراد نقد عقله، مخصوصا عقل نقاد. وقتی این افولی میکنه، یعنی چنگ میزنی یقشو میگیری، دیگه سنگ روی سنگ بند نمیاد. این جمله حضرت امام رضا است، میگفت لا مصیبت کل عدم العقل. وقتی که عقل میمیره، نتیجه احساسیگری است، خرافیگری است و پیدایش آسیب‌های مهم دردناکی است که اتفاقا از همین مجرای مفاهیم دینی، خصوصا اونجایی که شما واژه‌های در واقع عاطفی و احساسی در قالب شعر به کار میبرید، به وجود میاره، که من معتقدم این اتفاق افتاده. روح صحبت من این بود که در هر جامعه‌ای وقتی که خرد واقعا اون استقلال خودش رو برای نقد و بررسی نداشته باشه، فهم‌های دین رو به چالش نکشونه، به اسمی که اون مقدسه، این متعالیه، اون درجه‌ایه، که اون فیلسوف، این فقیه، نتونی بهش نزدیک بشه، از همینجا رخنه ها، آسیب های دینی آغاز میشه، تلقی غلط هم پیدا میشه. حالا یه سری حکومتی هم، یه تعداد حکومتی نیستن، اونایی که حکومتی نیستن هم اغلب تلقیشون سنتیه. مثلا شما فکر میکنی که ما الان بعضی از روحانیون رو گل میکنن برای اینکه تو فضای سیاسی مقدار مثلا نزدیکتر میشن به مردم، اما تو فضای معرفتی دینی بری سراغشون، یه ذره شما رو تحمل نمیکنن و شما یه ذره اونا رو نمیتونی تحمل کنی. استاد میفهمد چرا اونا نمیگن، برای که خودشون هم گرفتارن، برای که اگه بخوام وارد نقد بشن، هنوز این باورهای غیر قابل دفاع، غیر عقلانی، غیر قابل مسند، زمخ تو فکر و روح و روان خیلی از این آدما میبینید. من اگر مثلا میگم اسمش میگنشون شاخ در میآوردید، چه چهرهایی که برای ما خیلی مهمن، چیزن، بزرگن، ولی خیلی راحت میگن خط قرمز. یعنی این خط قرمزه، اون حتی این روحانیون یا حتی بعضی از چهرهای سیاسی اصلاح طلب، اینا هنوز ما تو اون پارادایم غلبه نقل بر عقلیم، هنوز باور نکردن که با تیغ عقل میشود هر نوع تلقی رو نقادی کرد. توجه کنید، هر نوع تلقی، هر کسی از اومد گزارشی از دین داد، تو هر مقامی بود، امام پاک نازنین معصومم بود،
اگر عقلانی سخن نگفت شما حق نقادی رو دارید، ولی خیلی از این کسایی که حکومتی نیستن منتقد حکومتن، تو این پارادایم فقهی، تو این الگوی نقلی دارن نفس میکشن. مثلا یکی هم بریم جلوتر ببینید اینا هم پنجهاشون تیز میشه. من نمیخوام این وسط نام ببرم، شما دکتر سروش، این به نظر من تو این 500 سال اخیر من کسی رو به اندازه بگم تعجب میکنم دیگه، واقعا تسلطش هم به قرآن با اون ابزارهای گوناگونی که در اختیار داره من نمیشناسم شخصا. اونس قرآن، تحلیل قرآن، تبیین قرآن، فراهم کردن امکانات بسیاری که میتونه آدم رو در درک عمیق قرآن مجهز کنه تقریبا استثنایی است دیگه. یعنی حتی علمای ما به دلیل عدم آشنایی با روانشناسی، جامعه شناسی، علوم انسانی، فلسفه، دانش نوین، درکی به اندازه‌شون نمیتونه داشته باشه. با تئوریشون هم قبول کار ندارم که این تئوری واقعا موفقه یا نیست اصلا، ولی ببینید وقتی که میاد مطرح میکنه فقط نیروهای حکومتی به اون نمیتازن، علمایی میتازن که مستقلن و بعد اتفاقا همون ادبیاتی به کار برده میشه که ادبیات در واقع تخریبه و پس داده. این که اون سخن راسته یا غلطه من کاری ندارم، من بحثم توجه کن چی دارم میگم. میگم هنوز این فضا تو ذهن روح روان ما رخنه کرده. به همین دلیل شخصا پروژه روشنفکری دینی رو واقعا جدی برای جامعه همون بسیار بسیار ضروری میدونم که داره این شکاف رو ایجاد میکنه، نقد رو میزنه، داره میگه جلو تا اون تفکر قالبی که میگه نقل محترم تر از عقل، بلکه اینو بتونه سر جای خودش بنشونه. سپاسگزارم آقای دکتر. آقای کاکایی در حد 30 ثانیه اگر جنبندی بدید. با توجه به دوستان وقت فرصتی برای حرف زدن نیست، آزمایش بخونم از خودتون هم یه شعر بخونم. آره یه شعر میگن دیگه 29 ثانیه بود. عرض کنم که خب این شعر شاید جنبندی حرفای من اتفاقا تو این شعر هم باشه. شعر یک شعر آینیه. امیدمد از یاد تو در شهر، نشانها در معرض عطر کلمات اندهان ها. بوی تن تو با نفس خاک چه کرده است که امروز پر از بوی بهشت جوان ها. دیروز چشیده است زمین طعم تو، امروز ذرات تو را تجزیه کرده است جان ها. ای کاش زمین خون تو را ترجمه می کرد تا با گل خورشید می آمیخت آنها. از تیغ گرفتند تنت را و سپردند در آن سوی مقتل به کمان ها و گمان ها. ای زنده جاوید همان روز سرت را از نیزه را بودند و سپردند به آنها. گفتند فقط از لب و دندان و ندادند از رد نفس های شهید تو نشان ها. ای کاش مسیح نفست رو بریزد در کامل بوده منجمده. مرسی خانم. من دیگه حتما هم 30 ثانیه هم تمشه میگه به بوی لاله قدح گیر و بیریا می باش، به بوی گل نفسی همدم سبا می باش. نگویمت همه سال می پرستی کن، سه ماه می خور و نه ماه پارسا می باش. چه گنچه گرچه فرو بستگیز کار جهان، اما تو همچو باد بهاری گره گشا می باش. از همه عزیزانی که لطف کردن تشریف بودن سپاسگزارم. انجمن اندیشمندان از همه شما عزیزان تشکر میکنه. از مسئولین محترم پژوهشگاه واقعا پوزش میخوام. تقصیر من شخصی بود که انقدر طول کشید به مسئولین محترم انجمن، لطفا زیاد سختگیری نکن. سپاسگزارم. جلسه رو ختم میکنم با ذکر صلواتی برای سلامتی خودتون و خانواده محترمتون و همه شهدای راه اسلام.